بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری در پیش داشته باشید. امروز جمعه 26 ماه می سال 2017 میلادی و برابر است با 5 خرداد ماه 1396. برنامه روز چهارشنبه حقیقتا خیلی از شماها تعریف کردین، خیلی ها عصبانی شده بودید و ناراحت و چند نفرم میگفتن که آقا ما فکر میکردیم که این آقای شهافر به اصطلاح یه مقداری منطق و چیز داره ولی اصلا نه، ایشون بلد مصاحبه انجام بده و تفاوت سخنرانی و مصاحبه رو نمیدونه. گفتم ای بابا کجای کار هستی که تازه ایشون ناراحته که چرا من حرفاشو قطع میکنم. در هر صورت من به این نتیجه رسیدم که مصاحبه با بعضی ها فایده نداره و بهترین کار اینه که من حرفای خودمو میزنم، ایشونم میتونه بیاد حرفای خودشو توی ویدیویی بزنه و باز ما میتونیم رو اون ویدیو دوباره حرف بزنیم و الی آخر. اینجوری اقلا به یک ترتیبی یه نظم خاصی یا یه نفر اون وظیفه مدیریت جلسه رو انجام میده و شما میتونید قضاوت کنید. دیدید که من چند بار از ایشون سوال کردم که آقا این کنگره‌ای که شما رفتید اسمش اینجوری، شکلش اینجوری و این یعنی چی؟ رئیس سنا و فلان اینا. و ایشون هم گفت بذار من از رضا شاه و محمد رضا شاه صحبت کنم. من فکر میکنم که ایشون وقتی آمده اینجا دیده که در گردابی مثل اون گرداب چلبی فرو رفته و به این وسیله میخواست فعلا خودش رو از این مهلکه نجات بده. ضمناً خیلی از شماها گفتید ایشون اصلا به نظر میومد که خواب بوده. بهتون بگم توی استرالیا اون موقعی که ایشون صحبت میکرد ساعت 6 صبح بود. من خودم شاهدم که بعض وقتا ایشون تا ساعت 1-2 صبح با من داره صحبت میکنه یا کارهای نشریه و اینا رو انجام میده و بالاخره این دوستان هم یه سنی ازشون رفته و اینها. نمیدونم، در صورت این بود برنامه مصاحبه. اون قسمت سومش رو من تا دوشنبه به عنوان یک برنامه مستقل نشون میدم. خیلی از شماها تعریف کردید از آقای محمد، دکتر محمد سهیمی و منطقی که ایشون داشت. دوستون پیام ایراد گرفته بود که آقا اینشون چجوری 400 تا یا چند تا مقاله انگلیسی نوشته. بعد آقای دکتر سهیمی میگه خیلی جالبه، برای اولین بار یه نفر از انگلیسی من ایراد گرفت توی به اصطلاح جامعه ایرانی و میگفت که مقاله های من هست، نوشته های من هست، ایشون میتونه بره بخونه و ببینه. در صورت ما بارها گفتیم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم و یکی از دلایلش همینه که ما حتی بلد نیستیم با همدیگه چجوری صحبت کنیم، چجوری از هم ایراد بگیریم، چجوری نظرمون رو به دیگری منتقل کنیم و درست میشه. گفتن زندگی فقط 100 سال اولش مشکله. سعدی هم گفت زندگی رو باید دوبار انجام داد، با اولی تجربه آموختن، با دومی تجربه ها رو بردن به کار. و اما امروز که با شما صحبت میکنم میشه بگیم اصلا نصفی از شهر مثل تعطیله، چون الان رسما اولین هفته شروع تابستون میشه. اینا هم این مموریال دی یا مموریال ویکند رو برای باز شدن استخرها، رفتن به دریا، چون مدرسه ها دیگه تعطیل استفاده میکنن و دیگه اون حقیقتا بزرگداشت اونهایی که توی جنگ بودن، اونهایی که فداکاری کردن، اینها یه نوعی فراموش شده. ما هم تصمیم گرفتیم این دوشنبه به اصطلاح برنامه نذاریم و به شما یه استراحتی بدیم، ولی خوشحالم که اعلام کنم فردا با یه دوستی مصاحبه میکنم که ایشون سالهای سال من توی کانون دوستداران فرهنگ ایران میشناسم. ایشون مصاحبه بلدن انجام بدن، رئیس جلسه بودن بلدن انجام بدن و خیلی آدم منطقی هست، آقای غلام ترشیزی. روی صفحه فیسبوکم به اسم گلن ترشیزی هست. من یه دوستی دارم از ترکیه الان اومده اینجا، بهش نصیحت کردم که اسمشو گذاشته علی، علی که اسمشه، فامیلشو گذاشته جایی که عیسی مسیح دنیا آمده
گفتم آقا شما اسمتو بذار ابراهام لینکن، چون هم ماشاءالله قدت بلنده، هم ابراهام لینکن دیگه هیچ که اشتباه نمی‌نویسه و نمیگه و هیچ کم فکر نمیکنه شما تروریست هستی. در اصل حالا ببینیم چی میشه. میدونید که شما وقتی که از اون اقامت دائم گرین کارت میرید که اقامت به اصطلاح اقامت دائمه ولی هنوز شما شهروند نیستی، وقتی که میخوای شهروند بشی و تابعیت آمریکا رو قبول کنی، اون موقع شما میتونی اسمتو عوض کنی، هر اسمی که میخوای بذاری. یادتون باشه اگه اسم عوض کنید، شنیدم که یه 3 ماهی دیرتر اون به اصطلاح مراحل اجرا میشه، اگه خیلی عجله دارین اون مرکبش دیرتر خوش میشه. ولی خود من اگر مثلا میدونستم اون موقع این کار رو انجام میدادم. البته من فامیلیم خیلی کوتاه و خوب و ساده است، آمریکایی‌ها هیچ وقت اشتباه نکردن، ولی اینم نصیحتی بود که چون کسی به ما نکرده بود، ما حالا به شما نصیحت رو میکنیم دیگه. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملاق، خواه انجام بده و خواه نده. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود از کانادا، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد خواهیم بود از ایران با 132 برنامه شون که درباره طرد فضل الله مقتدی، اگه اشتباه نکنم ملقب به صبحی، توسط شوقی، و این به جرمش هم این بوده که سوال کرده. میدونید که شما فقط توی دین اسلام مرتد ندارید، توی بهاییت هم مرتد دارید و طرد میکنن، ممنوعت میکنن، نمیدونم نمیتونی با فامیلت صحبت کنی، اونا هم گرفتار یه مشت قوانین دیگه هستن. اینم از این ماجرا. و اما برنامه چهارشنبه قسمت 3 آقای جاوید شهافر نشان داد که طرفداران پهلوی نمیتونن راستگو باشن. یعنی شما اگر راستگو باشی حقیقتش دیگه طرفدار پهلوی نخواهی بود. ولی اینا چون بعد دوستان نشون آقا چجوری میتونه که طرفدار مصدق باشه، طرفدار دیکتاتوری پادشاهی پهلوی هم، اونم 2 پادشاه پهلوی باشه. در صورت میگم ما اشکال زیاد داریم، بی خود نیست. یه جوونی اینجا بود تو این شرق آمریکا، سال 2001 به این نتیجه رسید که کارمون خیلی خرابه. اون جوون الان دیگه پیر شده و خدمت شما اینجا نشسته. کارمون خیلی خرابه ولی میشه قدم به قدم یواش یواش پیش رفت و درستش کرد. اینم از این عکس ایران الیکشن رو نشون بدم. اون روز من یه عکسی نشون دادم و گفتم که این طرفداران پهلوی ببینید اصلا تو چه دنیایی برای خودشون قوتور شدن و دست و پا میزنن و نمیخوان از این دنیا هم بیرون بیان. یکی از اینا این آقای نیک جعفرزاده است که اینم مثل امید دانا اون وقتا خیلی به من فحاشی میکرد و اینها، بعد یه مقداری مثل که بابا فهمید 57 سال 2 پادشاه فوش دادن، زور گفتن، بعد مردم دیدید به چه صورت وقتی اینا از کشور رفتن خوشحالی کردن. فوش دادن و زور گفتن راه حل نیست. ولی نگاه کنید دوستان، این yesterday actual، این روز رأی گیری بوده بعد از انتخابات روز جمعه، متن این نوشته. شما متن رو من براتون نشون میدم. حالا این که رو ماشین آمبولانس رفتن دارن میرخصن و اینها که این به نظر من کار درستی نیست، بماند. ولی دولت آخوندی وقتی که میخواد میذاره جوانا هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، چیزی بهشون نمیگه چون به نفع خودش هست. ولی نگاه کنید ببینید این آقایی که من نمیدونم تو آلمان نشسته، بزرگترین افتخارش اینه که عکس با فرع گرفته یا عکس با رضا پهلوی گرفته. پایکوبی بر روی اولا آتش نشانی، باید بنویسیم ماشین آتش نشانی، برای روحانی نیست. نگاه کنید دوستان، پایکوبی بر روی ماشین آتش نشانی برای روحانی نیست، بلکه جشن آغاز سرنگونی است. نباید از خیابان‌ها به خانه برگشت، نباید گذشت. خواسته های مدنی ما به خاطر فریب و ترفند آخوندها افسرده و ناامید گردد. نباید گذاشت، نوشتن گذشت. ما به خوبی میدانیم که مردم نه روحانی را میخواهند، نه رئیسی و یا هر جنایتکار دیگری را. به شورش ها ادامه دهیم، یعنی این شورشه.
به شورش ها ادامه دهیم تا آزادی، زیرا روحانی دو راه بیشتر ندارد، یا باید با حاکمیت سپاه بجنگد یا اینکه با آنها همکاری کند. پس بنابراین به بودن شما در صحنه نیاز حتمی است. پیام خامنه ای مردم سالاری دینی فریبی بیش نیست. موضوع انتخابات همش بهانه است. اصل نظام نشانه است. پیش به سوی آزادی نیک. دوستان ببینید چقدر اینا فداکاری میکنن. وقتی مردم میرن چهارشنبه سوری، اینا میان میگن برای ما اومد. وقتی مردم میرن سیزه بدر، میگن اینا برای ما اومده. وقتی مردم میرن مدرسه اول مهر، خانم رجعی و رضا عقب افتاده پلوی میاد میگه اینا مز ما رفتن مدرسه. من نمیدونم واقعا اینا کجا هستن، چه دوایی میکشن. ای کاش به ما میگفتن گاهی وقتی که فشار زندگی زیاد میشه، ما هم یه پوکی میزدیم یه کمی ریلکس راحت میشدیم. در صورت اینم از این. و اما امروز 26 ماه می هست و بهتون گفتم که برنامه این گرده همایی God's Grace یا رضای خدا رو که آقای مهدیزاده در این منطقه به اصطلاح پیش قدم شده و مؤسسش هست، امروز یه برنامه دیگه ای گذاشتن. هوا هم بسیار عالیه، ضمن این که مثل که از فردا پس فردا که مردم میرن کنار دریا قرار بارون بیاد. ولی بذارید من این 26 رو به شما نشون بدم و ببینیم که چی هست. 26 یک، بله 26 یک. آها ببینید این آگهیشون رو بالاخره دادن به یکی از دوستان، اونم براشون طرح زیبایی درست کرده به نام رضای الهی. God's Grace Shapes World، میگه که رضای الهی یک شکل و ترتیبی به این دنیا خواهد داد. حالا کی و اینها لابد آقای مهدیزاده بیشتر در این مورد میدونن. نوشته که Join to the Joy، بپیوندید به شادی و به اصطلاح شادمانی ما در این برنامه که 26 هر ماه هست. و نوشته که و increase the numbers of good people for better world، و تعداد به اصطلاح نفرات برای روزهای بهتر و دنیای بهتر آماده کنیم. این قسمت بالاش هست، قسمت پایینش هم بهتون نشون میدم. دلیلی که این کارو میکنم اینه که اینجوری سیستم ما بهتر نشون میده تا اینکه یک پوستر باشه و طولانی، یعنی دراز باشه به قول معروف. اینجا نوشته که تور 26 دلار شادی و طرب صرف شام در کنار رودخانه. شماره تلفن ایشون هست 202-680-0456. ایشون برای من پیغامی گذاشته بودن که اگر بتونی به من زنگ بزن. ای کاش آقای مهدیزاده وقتی زنگ میزنن، حالا که یه طرف ماجرا هست، پیامتونو بذارید، من همون پیام رو برای دوستان پخش میکنم. دوستان ما کی میخوایم از این پیامگیر، وایس می، دستگاه انسرین ماشین استفاده بهینه به قول معروف انجام بدیم؟ در هر صورت یه بار دیگه شماره تلفن ایشون رو اعلام میکنم خدمتتون، 202-680-0456. ایمیلشون هست TU برای Teacher University 26 GG برای God Grace at gmail.com. وبسایت هم دارن theteacheruniversity.com. نوشتن که از این دیپارچر، یعنی به اصطلاح حرکت از اولا ساعت 8 شب تا 12 شب، 4 ساعت این برنامه هست، از 1454 چین بریج رود مکلین ویرجینیا 22101. یه بار دیگه میخونم، 1454 چین بریج رود، همین 123 خودمون، مکلین ویرجینیا 22101. مکلین هم جاییه که ایرانی های پولدار اونجا هستن و نمیدونم من هم بتونم بیام یا نه، چون یه برنامه دارم. میدونید کار ما اینجوریه، مثلا بهمون میگن از 4 تا 7، از 5 تا 7 و نیم، ولی معمولا چون اونا دیر شروع میکنن به درازا میکشه. البته ما ناراضی نیستیم، بهمون اوورتایم میدن یا فوقلاده پرداخت کنه. در صورت بتونیم میایم شما دوستان رو هم ببینیم و خوشحال بشیم. و
این هم از این ماجرای 26 و آقای مهدی زاده که من یه دفعه از ایشون پرسیدم پشت این کاری که شما میکنید یک پیام مخصوصی هست، نمیدونم چرا تا حالا اون پیام رو اعلام نمیکنید. ایشون خندید و گفت که تو خیلی زیرک هستی، خیلی باهوش هستی و فهمیدی و به زودی این کار رو انجام میدم. حالا من حقیقتش نفهمیدم چه پیامیه، ولی ایشون گفته به زودی انجام میده، منتظر باشین یا با ایشون به اصطلاح در تماس باشید با شماره تلفن 202-680-04-56. و اما این ماجرای فیسبوک عوض کردنش و اینها همه رو دیوونه کرده، همه رو عاجز کرده و هیچ کم نمیدونه چرا یا چه چیزی تو مغز این جوانهایی هست که دستن در کار این فیسبوک و گوگل و اینها هستن. البته خود اونا هم دیگه الان دارن کم کم پیر میشن، مسن میشن، ولی یه رازی توی این ماجرای فیسبوک هست. ببینید اولا فیسبوک مال ما صفحه مردم تیوی، برای اینکه بتونیم بیشتر از 5000 نفر داشته باشیم شکلش فرق میکنه. شما اگه نگاه کنین این با فیسبوک شخصی خود من هم فرق میکنه، تفاوتش هم اینه. اومده این بغل نگاه کنید، اینجا هوم، پست، ویدیو، فوتو، نمیدونم درباره ما اینها رو گذاشته، این بالا هم اینها رو گذاشته، یه مقداری باعث گیج شدن شده. خیلی ها میان میگن آقا برنامه امروز تو رفتیم اونجا نبود، میگن بابا جون باید برین تو قسمت پست. ببینید من این رو این لینک کلیک میکنم یه جای دیگه باز میشه، ببینید، و نشون میده که من هنوز اون صفحه برنامه امروز رو با دوستان شیر نکردم در قسمت، بله میگه اینجا در قسمتی که یو منیج، میگیم بله اینجا می‌نویسیم سوربی با مردم و ببینیم این بار عمل میکنه یا نه. بعضی وقتا دو بار دو قسمت میذارم روی صفحه شخصی خودم، ولی این ور یادم میره. در صورت دیدم که خیلی از دوستان این مشکل رو دارن. نگاه کنید در صفحه شخصی فیسبوک فقط این چیزها رو میبینید که من مطمئنم خیلی از شما حتی کلیک هم نمیکنید روش. ببینید فرند، نمیدونم فوتو، مور و یه مش از این چیزها، ولی در صفحه اصلی ما که مردم tv.com هست یه سری انتخابم اینجا گذاشتی. من تا حالا چند بار برای فیسبوک نوشتم که اگر اینو میذارید اقلن به ما اجازه بدید که ما انتخاب کنیم صفحه با چی شروع بشه. مثلا من مایل هستم صفحه مردم تیوی با پست شروع بشه، با چیزایی که ما پست کردیم. یا اصلا چه معنی داره این همه آپشن، این همه انتخاب؟ بعضی وقتا انتخابای زیاد باعث میشه که آدم گیج‌تر بشه. ببینید همه الان من رفتم شیر کردم، اومدم اینجا این ویدیو میتونید اینجا هم تماشا کنید و بریم سراغ چیزهای دیگه‌ای مثل بابک هروی که بعد از مدت‌ها که شما نگران بودید و از ایشون خبری نبود، بالاخره خوشحالم که دو روز پیش دیدم که روی برنامه فخرآور نوشته بود زجرآور و بذارید من اینجا بنویسم بابک هروی، بله. بعد و امروز برای من نوشته بود که آدرس تلویزیون رو بفرست تا من برای شما کتابم رو بفرستم. یادمه که یه برنامه رو شروع کرده بود به نام خاطرات کهنه سرباز، خیلی هم طرفدار داشت تو فیسبوک، دوستان باهاش در تماس بودن، ازش قدردانی میکردن و میگفتن ما امروز اینکه افراد عراقی توی آبادان و خرمشهر و کرمانشاه و اینها نیستن، مدیون شما سربازا هستیم، هم شمایی که امروز زنده هستی و هم اونایی که یا کشته شدن یا مجروح شدن. در هر صورت این تشویق ها و این صحبت ها باعث شده که بابک یه چند ماهی غیبت کرده بود. حقیقتش من خودم خیلی نگرانش بودم، باهاش تماس گرفتم، گفت نه همه چی اوکیه. و من حالا فهمیدم شما وقتی میخوای کتاب بنویسی میری یه گوشه خلوت یه جایی کارهای دیگر رو میذاری روی هولد و اون کار رو انجام میدی. 200 صفحه کتاب کهنه سرباز داستان دو هفته،
از 2 سال خدمت در جبهه‌های جنگ ایران و عراق است. قصه مقاومت و پایداری ارتشیان ایران در مقابل جنگی که جمهوری اسلامی آرزویش را داشت. من اینو متوجه نمیشم، یعنی جمهوری اسلامی آرزوی اون جنگ رو داشت؟ خیلی ها باور داریم که ادامه جنگ به اصطلاح همین الان هم ما میگیم که باعث شد که جمهوری اسلامی دوام پیدا کنه، هیچکس نتونه مخالفت کنه، اونایی هم که حتی با جمهوری اسلامی و حکومتش مخالف بودن برن حتی برای جمهوری اسلامی بجنگن. ولی آرزویش را داشت. تا اونجایی که من میدونم بابک عزیز این جنگ رو صدام حسین شروع کرد. البته ناگفته نماند اینکه ایران هم گفت ما میخوایم اسلام رو صادر کنیم و این دیکتاتورها میترسن دیگه، ولی حتی یونایتد نیشن هم گفته که به اصطلاح شروع کننده جنگ صدام حسین بوده و یه جایی اگر ایران به اصطلاح متوقف میکرد و توافق میکرد حتی خسارت هم میتونست بگیره، ولی خمینی این کارو نکرد. آقای رفسنجانی هم گفت ما میدونستیم داریم میبازیم ولی این کارو نکردیم. این بود که من همیشه میگفتم خمینی که مرد رفسنجانی باید محاکمه بشه، ولی رفسنجانی هم مرد و رفت. حالا نمیدونیم نفر بعدی کی باید محاکمه بشه. من از این ورم میگم آقای رجوی و خانم رجوی که دستور میدن آتش آتش جوونا رو فرستادن توی این صحراهای کرمانشاه و نمیدونم مهران و اینها توی کوکمر صحرا نه کشته شدن، اونا هم باید دادگاهی بشن. از طرفی مسئولین جمهوری اسلامی هم که جوونا رو به هر شکلی کشتن، چه 1367 چه سالهای دیگه، چه در دادگاهایی که دادگاه نبوده چه در بیدادگاه‌ها، اونا هم باید در دادگاه‌های به اصطلاح حسابی محاکمه بشن. این نظر منه، شما میتونید هر نظری داشته باشید. ولی این ماجرای هوم پست شعر اینها، دیشب من وقتی آمدم به یکی از دوستان گفتم شما ناراحت نباش، این مشکل شما نیست. حتما شما نگاه کنید تو صفحه بعضی از دوستان میری یه چیزی رو میبینی دوست داری برای دوستان دیگر بفرستی، اون کلیک شیر هست، نوشته لایک کامنت شیر، میای پایین تر یه پست دیگه نیست. این بستگی داره نفر قبلی چه کار کرده باشه، بستگی داره شما ستینگت چه جوری باشه، و خیلی چیزا معانیشون رو دارن از دست میدن. آقا خانم یه چیزی بذار پابلیک یعنی همه میتونن ببینن، یه چیزی رو بذار پرایوت یعنی فامیلت میتونه ببینه، فقط دوستت میتونه ببینه. شما برید ببینید همین پابلیک پرایوت فالوورز نان فرند فرند اف فرند چقدر گذاشته. شما اگه بزنی فقط اونایی که با من دوست هستن میتونن ببینن یا شیر کنن، یه عده‌ای که روزانه میان ویدیوهای شما رو میبینن نوشته‌های شما رو میبینن میرن. به نظر من بهترین چویس و انتخاب و آپشنش یا گزینش همینه که شما پابلیک بزنی، چون وقتی آمدی روی فیسبوک میخوای که پابلیک باشه. تا اونجایی که من میدونم این فیسبوک هر روز داره عوض میشه. یه روز من غور زدم که اینا چقدر عوض میکنن، بعد این دوستم خانم شایسته الهامی گفت خود شما که به اینا غور میزنین خود شما هم عوض میکنید، الان وبسایتتون عوض کردید و ما دیگه نمیتونیم آرشیوتون رو پیدا کنیم. گفتم دوست عزیز اگر ما اونا که عوض میکنن ما عوض نکنیم از کار میفته. یعنی بارها گفتم مثل این میمونه که مثلا شما از یه جاده میری و این جاده رو اونا میخوان تعمیر کنن، جاده اصلی رو میبندن، به شما میگن بیا از راه راست از سمت راست برو. خب من اگه مستقیم برم میفتم تو چاله، پس اونا که راه رو عوض میکنن منم باید راه هم رو عوض کنم. بله قبول دارم برای شما مشکله، ولی همینجوری که ما روزانه خودمون رو مجبور میکنیم یاد بگیریم، شما هم باید خودتون رو مجبور کنید یاد بگیرید و هیچ روزی از یاد گرفتن کوتاهی نکنید. توضیحات جیمی کارتر درباره پیدایش ترامپ این ویدیو رو روی فیسبوک گذاشتم، اگرم نمیتونید پیداش کنید تماس بگیرید یا با فیسبوک به صورت مسیج یا با ایمیل یا با تلفن، من براتون میفرستم. این چیزایی که من میگم دوستان برای 2-3 روز خوبه، هر چیزی تازه و جدیدش خوبه و میشه گفت تاریخ مصرف داره. اگر مثلا شما 2 سال دیگه بگی آقای سربی شما درباره جیمی کارتر یه چیزی گفتی مثلا یادم نمیاد، بعد یادم بیاد نمیتونم پیداش کنم، بعد به شما بگم که چی بوده میگی من نمیدونم چند سال پیش بود،
بهترین کار اینه اگه یه برنامه رو میبینید تا جدیده سوالی دارید همون موقع بپرسید و اینها. و اما جیمی کارتر توی این ویدیو و توی این کنفرانس توضیح میده، میگه وقتی که ایشون ببخشید دوستان من نمیدونم چرا این میگه باتری لو، ما که باتریمون به برق وصله، به زندگی وصله. این من دیدیم بفرمایید. بله حالا دیگه اگر باتری هم تموم بشه و نمیدونم فیسبوک قطع بشه بعد ویدیو رو روی چیز ببینید. ضمناً آرشیو ما خیلی ساده تر شده، شما تا میان مردم تیوی دات کام آخرین برنامه من اونجا دیده میشه و یک علامتی هست مثل یه مثلث، یه پیکان به طرف جلو. این کلمه ماشین پیکان این بود دیگه، اگه نگاه کنید پشتش هم یه تیر بود، یه تیر و تیر و کمان، یعنی یه تیر کمان بود، نه کمان نبود ولی تیری که در مصرف کمان بود. و یه فلش بود به طرف جلو و اونجا این فلش یا این مثلث رو کلیک کنید شما رو میبره و 200 تا ویدیو اونجاست. حالا چند هزار تا ویدیوی دیگه ما داریم و گذاشتیم اونو خبر ندارم. این توضیحاتی بود که باید بگم. و جیمی کارتر میگه وقتی که ریاست جمهوری اون تموم شد، یعنی 4 سال بعد از انقلاب ایران 1357-61، میگه از هر 1000 نفر آمریکایی یه نفر تو زندان بودن، امروز از هر 1000 نفر 7 نفر. خیلی ها 7 نفر. و میگه که دلیلی که ترامپ آمد اینه که پولدارها پولدارتر شدن، فقیرها فقیرتر شدن و پولدارها میتونن بدون هیچ محدودیتی پول خرج کنن تا نماینده خودشون رو که معمولا یه آدم کان آرتیست، شارلاتان، پدر سوخته، دوز، دروغگو، دروغ هست، اونو بفرستن توی مجلس، توی کاخ سفید و اونم وقتی میره از حال من و شما که خبر نداره، برای اونا کار میکنه. و میبینید که دقیقا این پدیده ترامپ پیدایشش از اونجاست و این کاملا درست میگه. و در رابطه با اون شعر و ستینگ و اینها دوستان بذارید من یه صفحه نشون بدم. من بارها بهتون گفتم از کامپیوتر اینها چیزی نمیدونم، همین قدی هم که میدونم مثل شما چون به مشکل برخورد کردم با کمک از یوتیوب و اینترنت و اینها این ور اون ور نگاه میکنم و یه چیزی یاد میگیرم، ولی بخیل نیستم. تا یه چیزی یاد میگیرم دوست دارم به دیگرانم یاد بدم. این دوستی که سوال کرده بود این قسمت شعر وجود نداره، میبینید اینجا دوستان الان مثلا نگاه کنید شما نوشته لایک کامنت شیر، دوباره لایک کامنت شیر، ولی من رو صفحه بعضی از دوستان میبینم بعضی از پست هاشون شیر نداره. وقتی یه مقداری خوندم گفتن اگر شما به صورت گروه، به صورت گروه نه به صورت پابلیک میشه عمومی، نه به صورت عمومی پست ها رو بذارید اون اشکال پیش میاد. ضمناً دوستان گاهی وقتی این بالاها این بغلا ماوستون رو این موشواره موشک کوچولو رو بچرخونید و یه وقت ستینگ اینجا بود حالا رفته بیاین اینجا نگاه کن. این یه پیکان بهش میگن داون ارو، یعنی پیکانی که سمتش به طرف پایینه. اینو شما کلیک میکنید بعد ببینید چند تا آپشن مختلف بهتون میده. شما باید بیاین تو قسمت ستینگ بعد ببینید حالا توی ستینگ چند تا آپشن بهتون میده. ای کاش این آقای فرید سایپور که رشته ریاضی هم خونده و هم دکترا داره و هم درس میده یه روزی بیاد برای ما کامبینیشن اینا رو بگه. میدونید که مثلا شما اگر یه شماره 1 تا 9 بنویسی بعد یه کلمه ای بذاری جلوش با اون 9 تا شماره چند تا حالت میتونی درست کنی، اگه کلمه ای رو بذاری جلوش چند تا، اگه ای رو بعد از 1 بذاری چند تا، اگر ای رو بعد از 1 و 2 بذاری چند تا. و به همین خاطر که این همه شماره تلفن این روزا، این همه شماره سوشال سکیوریتی اینا میتونن صادر کنن، دلیلش اینه که از شماره و از الفبا استفاده میکنن. در هر صورت تو این قسمت های سکیوریتی و تو این قسمت های پرایوسی و تو این قسمت های تایملاین و اینها یه چیزایی رو عوض کنید شاید اون مشکلتون برطرف بشه. و من خودم باز بارها گفتم من فکر نمی کنم از این کامپیوتر بیش از فکر کنم بگم 5%
اقرار کردن. من فکر نمی‌کنم 1% بیشتر ماها استفاده می‌کنیم. اینقدر این کامپیوتر کار می‌کنه و اینقدر این فیسبوک و اینها ازش استفاده کردن، آپشن‌های مختلف، گزینه‌های مختلف گذاشتن. مثلا به من میگه که چه کسانی میتونن بیان چیزایی که تو میذاری نگاه کنن. میگم پابلیک. میگه حالا میخوای فرندت باشن؟ اگه فرند نباشن هر وقت میخوان بیان میگن نه، شما باید اول دوست بشی بعد بیای تو، خودی ناخودی. یا فرند فرندا باشن یا نمیدونم فالوورت باشن. الان دیگه قسمت فالوور رو برداشتن از این آپشن اینجا بود قبلا. اجازه بدید بهتون نشون بدم. وقتی میومدی توی این جنرال، این قسمت یه جایش بود به نام فالوور، اونایی که شما رو دنبال میکنن. و فالوور فکر کنم اینجوری بود، شما اگه یه چیزی مینویسی یه نامه‌ای، یه نوتیفیکیشنی برای یه اختار، حالا همه اختارا که بد نیست، که بعضی اختارا خوبه، مثلا به شما اختار میکنن که اون جلو داره بارون میاد، شما چتتو با خودت میبری، بعد یکی هم اختار میکنه که شما مثلا تون رفتی یه تیکت گرفتی. پس فرم کن این کلمه اختار چون از خطر میاد و اینا یه مقداری گیج کننده. در صورت براتون یه یادداشت میاد که مثلا سوربی الان برنامه شروع شد، یا سوربی یه ویدیویی گذاشت، یا سوربی برنامه کانون رو گذاشت. اینا رو باید یکم امتحان کنید. من خودم چون بیشتر از 1% نمیدونم، بارها گفتم اگه کسی میخواد بشینه هفتهی ربع ساعت، نیم ساعت اینا رو یاد بده. یه آقای بود به نام آقا رضا، ولی این آقا نه که خیلی وضعش پولدار بود و اینا، خیلی میترسید که یه چیزی تو تلویزیون نگه یه نفر بره سوش کنه و بره دنبال پولش. یادمه یه ویدیویی رو میخواست نشون بده، ببخشید اینو میگم، جون ما رو بالا آورد که دوربین رو اینجوری بذارم که این بغلش پیدا نشه که مال فلانی کپی. گفتم بابا جون اینا همشون اجازه میدن که بهش میگن fair usage. البته خب بد نیست که آدم مراعات کنه، ولی دیگه ترس زیادی، همیشه میگن ترس برادر مرگه، و میگن اونایی که میترسن روزی 100 بار، روزی 1000 بار میمیرن. نمیگم شما برو از بالای پشتمون بپر پایین نترس، ولی دیگه خیلی هم ترسیدن اینا. اگه کسی ویدیویی داره میتونه راهنمایی کنه، راهنمایی هم در حد الان دیگه کسی برنامه نویسی نمیکنه، SDK نمیدونم software development kit فلان اینا که کسی نداره، که همش این برنامه حاضری شده، نمیدونم وردپرس شده، اون یکی ویکس شده، اینا شده. ولی یه چیزای ساده ای که مثلا این دوست ما آقا منوچهر از بوستون، بنده خدا کامپیوترشو هر 2-3 ماه نره $120 بده به استیپل، یا بده یه کامپیوتری من داشتم یه سیستمش خراب شد، بردم و آقای میگفت که $120 میگیریم نگاش کنیم، ولی این چیزایی که تو میگی $375 خرجشه. گفتم که خب $120 هم میگیری؟ گفت آره، نزدیک $500 میشه. گفتم مرد حسابی، خودت این کامپیوتر رو الان گذاشتی اینجا میگی $199، چرا به من نمیگی برو اونو بخرم؟ گفت که برای من تو قسمت تعمیر کار میکنم، من اینجا حقوق میگیرم، من اینجا کمیشن میسازم. خب ببینیم که دوستان چی میگن. بله دوستان، آقای رحیمی هم اینجاست. ما یک دبیری هم داشتیم، آقای رحیمی، بعدم که ما شدیم دبیر ایشون شد همکارمون، انسان بسیار شریفی بود. و اما عکس ایران الیکشن رو نشون بده. و بله درباره رضا پهلوی و اون باباش رو، بابا بزرگش، به اندازه کافی صحبت کردیم، بسه. ولی امروز من یک ویدیویی رو درباره خرمشهر، میدونید که الان به اصطلاح سالگرد دوم خرداد، سوم خرداد، مثل سالگرد آزادی خرمشهر هست، و خیلی از دوستان میگن بله این ارتش شاهنشاهی بود که خرمشهر رو نجات داد. میگم بابا جون چرا گول خودتون میزنید؟ ما دو تا ارتش داشتیم، یکی ارتش رضاخان که 1320 نشون داد، وقتی که قرار بود جنگ کنن پادگان ها رو ول کردن، لباس هاشون رو در آوردن و رفتن. حالا رفتن، آقای رضاخان هم اومد نمیدونم پاگون یک کسی رو کند و زد تو گوش رو اینها، هیچ. پس ارتش رضاشاه یه ترقم که در شد در رفتن، این رضاشاه. حالا میایم ارتش شاهنشاهی، ارتش نوین ایران که هی پوز میدادن، جتا میرفتن بالا، آقای جهانشاهی میپرید اینجوری اینجوری میکرد و جانبانی نمیدن فلا اینجوری اینجوری میکرد و دود سفید و قرمز و سفید از تهشون میمد بیرون. اونا 1357 ارتش که آقا این فرمانده ما که رفت،
ما قانونا را بازیر دست نخست وزیر باشیم، آمد توی کمیسیونی به ما گفت به این نخست وزیر محل نذارید، زیر دست فردوس باشی. فردوس هم که جاسوس سه جانبه بود فر کرده. اینم بار دوم ارتش. آقا خانم قبول کنید شما بابا جون، اگه این روش آخوندا درست بوده تونستن انقلاب انجام بدن، برید انجام بدید، فوششون بدید، فوششون بدید. من که نه بابام آخونده، نه شوهر خواهرم آخونده، نه خودم آخونده، ولی حقیقت رو قبول کنید. هیچ آخوندی نیومد مثل آقای نیک جعفرزاده بگه حالا که تو خیابون هستید وایسید نرید. از قبلش برنامه نوشتن. آقای نیک جعفرزاده بچه‌ای که داره اونجا میرقصه رو ماشین آتش نشانی، حالا میاد پست فیسبوک شما رو ببینه و تو خیابون وایسه؟ یا اون تیمسار دیوانه روانی، تیمسار روحانی میگه 10 ثانیه از خونتون بیاین بیرون، نگاه همسایه‌تون بکنید، درو ببندید برید، اون میفهمه شما هستید. خب شما هستید چی؟ شما دیوانه هستید؟ اگه اینجوری آخوندا کرده بودن که هنوز شاه بود، اگر سنش اجازه میداد، اگرم نه ولیعت شده بود شاه. برید ببینید چی کار کردن، کاری که اونا انجام دادن انجام بدید. این همین حرفی بود که ما آقای گلن هم زدیم، آقای غلام ترشیزی گفتیم بابا جون چیه این کنگره؟ این میخواد چرخ رو از نو به اصطلاح اختراع کنه؟ گفت نه، چرخ وجود داره. چیزی که از ما میخوایم به مردم بگیم این چرخه، این چرخ آهنیه، این چرخ چوبیه، این چرخ میدونید الان لاستیک ماشین ساختن شما با تیر بزن داخلش پنچر نمیشه، میاد روی حدی وای میسه روی لاستیک، میره اون لاستیک کلفت تا شما رو برسونه به یه شهر دیگه. و اینجوریه. فردا به آقای غلام ترشیزی برنامه زنده ساعت 10 صبح به وقت واشنگتن و نیویورک داریم. این برنامه رو به صورت کتلت دوشنبه مونده دوشنبه میدیم به خورد اونایی که عادت کردن معتاد شدن دوشنبه ها بیان بشینن پای برنامه سربی با مردم. و اما بابک هروی و غیبتش رو گفتیم. کتاب بابک هروی که اینجا برسه، ما قانونیمون از روز اولی که این تلویزیون رو باز کردیم گفتیم هر کسی کتابی فرستاد ما میایم کتابش رو میگیریم جلو دوربین و براش یه تبلیغ میکنیم. حالا چون بابک هروی از خودمونه، برای ایشون دوتا تبلیغ میکنیم. هنوزم که کتابش نیومده ما به اصطلاح تبلیغ میکنیم، وقتی هم اومد تبلیغ میکنیم. اگر هم فرصت پیش بشه، پیش بیاد، با خودشم صحبت میکنیم. اجازه بدید من برم ببرم تون فیسبوک. دیگه کسی هم وبسایت میره؟ من نمیدونم. من که همش میبینم همه دوستان بیشتر فعالیتاشون روی فیسبوک، به چند دلیل. خیلی ساده است. شما حتی این وردپرس، حتی ویکس، اینا اگه میخوای استفاده کنی عکس‌ها رو باید اندازه کنی، ولی فیسبوک لامصب هر عکسی رو میذاری خودش اندازه میکنه، میذاره هر جوری دلش میخواد و کارهای شما رو اونا انجام میده. به به کتلت، ما گفتیم کتلت، این همین دهنش آب افتاده. میگم که طرف گفت که به بچهش قربون چش بادومیت برم، گفت مامان من بادوم میخوام. حالا ما هم تو تلویزیون نمیتونیم حرف بزنیم، اسم چلو کباب میاریم. سعید از کالیفرنیا میگه گرسنم شد. مینا خانم از اون بر دنیا میگه که آقا تا کی میخواین حیونا رو بکشین و بخورین؟ حالا گفتیم کتلت، این حمید آب از دهنش را افتاده. بله نگاه کنید دوستان، بابک هروی خیلی اسم و فامیلش ساده. فکر نمی‌کنم شما هیچ جوری بتونید اشتباه بنویسید، مگر اینکه مثلا هروی به جای وی بنویسید دبلیو. این ماجرای وی و دبلیو هم ما ایرانی‌ها یه مقداری، مثلا اونایی که مثل من سنشون بالا بوده اومدن کشورهای انگلیسی زبان، این دوتا رو خیلی خوب نمیتونیم تلفظ کنیم. مثلا ویلکامی که ما میگیم با اون ویلکامی که آمریکایی‌ها میگن فرق میکنه. در صورت کتاب کهنه سرباز، اینجا آگهیش رو گذاشتن، روی این که لینک میکنید شما رو میبره در صفحه بابک هروی که کار درستی انجام داده. کتابش رو اینجا مثل که خودش میفروشه، من فکر کردم توی آمازون هست، ولی وبسایت خودش اینجا میفروشه. و کار درستر این که گفته اگر پول ندارید برای من آدرستون رو بفرستید، من براتون مجانی میفرستم. دوستان، طرف رفته کتاب نوشته، پول داده چاپ کرده، میاد به شرف و انصاف و انسانیت شما
تکیه میکنه، میگه اگر پول ندارید من این کتاب رو 15 دلاره خرج پستشم از جیب میدم براتون میفرستم. حالا اون کسی که پول داره سوء استفاده میکنه، به نظر من اون شرف و انسانیت شو اینا رو برای 15 دلار زیر پا گذاشته. من ممنونم، فکر کنم بابک چون میدونه من و تلویزیون مردم پولی نداریم و اگه قرار باشه هر دوستی کتاب به اصطلاح مینویسه ما بخریم و ورشکست میکنیم، خودش برای من صبح نوشته بود که آدرس رو بفرست تا من برات یه نسخه از این کتاب بفرستم. اگر هم زیادتر فرستاد ما به عنوان جایزه میدیم به این و اون، شاید یه پولی بگیریم، بگیم هر کس این کتاب رو از تلویزیون مردم خرید مثلا به جای 15 دلار 50 دلار بده. کتاب کهنه سرباز 15 دلار، کتاب کهنه سرباز داستان دو هفته از دو سال خدمت در جبهه های جنگ هست و این هم از این ماجرا. اگر بشه کتاب که به دستم رسید یک مصاحبه ایم با آقای بابک هروی میکنم. بابک هروی اسمش رو توی گوگل یا توی یوتیوب تایپ کنید، ویدیوهای بسیار زیادی داره. من ایشون رو از طریق تلویزیون ای2 شناختم، وقتی یه برنامه رو گذاشته بود، رفته بود تحقیق کرده بود درباره بختیار و خانواده بختیار که چه سوء استفاده هایی بختیار کرده بود و اطرافیانش مثل اون آقای دکتر منوچهر رزمارا و دیگرانی که وزیر و وزرا بودن تو همون 37 روز و چه کشورهایی رفته بودن، مثل اینکه عراق هم رفته بودن، ولی آقای منوچهر رزمارا واقعا باعث خجالته، تا زنده هست نمیگه ما تو چه کشوری بودیم، میگه ما در کشورهای عربی بودیم توی قصر، بعد برامون صبح آوردن اینقدر پول گذاشتن، نمیگه چقدر پول گذاشتن. کارمون خیلی خرابه. ببینیم این چی میگه، نمیشه پولش رو بفرسه قبلا تشکر. بیا بابک جون خوشت میاد، دوستان ایرانی اینجوری هست، میگه که مثل این میمونه که یه نفر بگه آقا من آش پختم، این آش برای اونایی که مثلا گلو درد دارن خوبه، بلنشیم بیایم بگیریم. یه نفر میگه آقا تو که میدونی من گلوم درد میکنه، خب خودت برام بیار دیگه. یعنی ایرانی جماعت ببخشید اینو میگم و مفت خور شده. حالا این دوستمون شوخی میکنه ولی کلن این تو ذاتمون هست، خود منم همینجورم. و اما خب دیگه اینجا چی براتون گذاشتم؟ آها، چه کسی میگوید، چه میگوید. ممنونم از آقای غلام ترشیزی که برای من نوشته بود آقا این مثالی که شما زدید معالفارقه. مثال معالفارق میگه یعنی در رابطه با این نیست. و من گفتم اتفاق خیلی در رابطه با این است. شما یه بچه ای داری میخوای بدی دست یه نفر که ازش نگهداری کنه، یکی میاد میگه من این مثل بچه خودم نگهداری میکنم، بعد که تحقیق میکنیم این بچه خودشو با سیگار داغ میکنه، با سیخ کباب میزنه رو دستش. شما یه نفر میخوای برای قانون اساسی بنویسی، یه نفر میخوای برای فردای ایران برنامه چه باید کرد داشته باشه، من میگم آقا این آقای فخرآور مثل اون خانمیه که میاد میگه بله من مثل بچه خودم از این نگهداری میکنم، دروغم نگفته. ولی باید ببینید چه کسی چه چیزی را میگوید و برید بخونید ببینید که دوستان درباره این فخرآور، زجرآور، ننگآور چه چیزها که گفتن و چه چیزها که نگفتن. بعضی ها اصلا میگن این ارزش نداره ما درباره اش صحبت کنیم. و یکی دیگه از مصاحبه، یکی دیگه از چیزهایی که از مصاحبه چهارشنبه راضی هستم این بود که من به شما نشون دادم که حتی آقای جاوید شهافر در این سن و سال چقدر بی‌پروا دروغ میگه. و وقتی دو بار سه بار من بهش میگم آقا شما دروغ گفتی، گفتی من اینجا نیستم از سیدنی با تماس میگیرم، ایشون صداش در نمیاد. و آدمای دروغگو کم حافظه هستن، من وقتی اینجا نشستم همه چیز رو نمیتونم کنترل کنم، ولی دوستانی که برنامه رو گوش داده بودن و دیده بودن گفتن این آقا اول گفت من عکس نگرفتم، سخنرانی نکردم، بعد گفت عکس گرفتم، خیلی هم سخنرانی کردم و الی آخر. حالا تا امروز گفتن پولم نگرفتن، بلیط هواپیمام نگرفتن. امیدوارم یه جایی این پرونده‌های فخرآور ننگاور بیاد بیفته دست عموم و شکایتی بشه و اینها معلوم بشه به هر کدوم از اینها چه پولهایی که دادن و چه پولهایی که ندادن. مطمئنم آقای گلن ترشیزی احتیاج به پول فخرآور نداره، چون ایشون هم توی این منطقه مریلند و ویرجینیا زندگی میکنه، برای رفتن به کپیتال خرجی نداره، هم آدمی نیست که اگر یه جایی به خاطر پول بره شرکت کنه و فردا
مصاحبه من با گلن با غلام ترشیزی رو ببینید، قبلا هم تو برنامه ما بودن دو بار فکر کنم، و ببینید تفاوت آدم ها. کسی که ادعا میکنه حقوق خونده، قاضی بوده در دوران شاه، امروز کلمه انگلیسی keep me posted و اینها رو هنوز بلد نیست. و یه دوستی یه چیزی نوشته، بذارید من اینو براتون بخونم، که آقای چیز نوشته بود، آقای شهافر برای من نوشته بود اینو کی نوشته. گفتم شما چه کار داری کی نوشته، به نوشته پاسخ بده. و فکر کن مثلا اینو آقای رضا پهلوی نوشته، بعد ایشون نوشته بود نه من فکر میکنم اینو سوربی نوشته. شما اصلا از طرز نوشتار این باید بفهمی که این نوشته من نیست. اگر آدم باهوشی باشی، آدم قاضی باشی، اینها بالاخره یه چیزایی رو باید بدونی. حالا بذارید ببینم، صلح مورد نظر این نبود درباره، اجازه بدید من اون نوشتار پرسیدم پیدا کنم، گذاشتمش روی فیسبوک، ولی فیسبوک الان خیلی شلوغ شده و بذارید ببینم میتونم اینجوری پیداش کنم. میدونید ما مشکلمون اینه، قدیما یه سری کاغذ مینوشتیم، بعد اینا رو به ترتیب ارجحیت، به ترتیب مهم بودن قبل از برنامه زیر رو میکردیم، الان میذاریم میگیم یادمونه، فردا که میایم اصلا یادمون میره. و من با وجودی که مینویسم همه اینا رو، اگه نگاه کنید دو صفحه تیک 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 اینجوری نوشتم که یادم باشه، با وجود بری پیداش نمیکنم. ولی حالا رفتم توی قسمت مردم تیوی، یه بار دیگه دوستان بهتون اینو نشون بدم، اگه رفتید توی قسمت مردم تیوی حتما سعی کنید این سمت چپ پست، این کلمه پست، حالا درست ما به عنوان پست سفارشی بفرست بره بفرست بیاد، ولی پست کردن یعنی نصب کردن. و اینجا چیزایی که نصب شده، پست یعنی جمع هم هست، اینجا کلیک کنید، ممکنه چیزی که شما میبینید با چیزی که من میبینم فرق کنه. اون چیزی که شما میبینید این شکلیه، ویو از پیج ویزیتو، ببینید چیزی که شما میبینید مثلا این بالا این هاست، پستو که میزنیم ببینید هوم یه چیزی نشون میده، پست یه چیزی نشون میده، بعد میایم پایین میخوام اون نوشته رو که در رابطه با آقای شهافر دوستان نوشته بودن، و اتفاقا این دوستمون بعدن گفته بود که به نام من به نام من از آقای چیز این پرسش رو بپرسید. بعد آقای شهافر گفتم والا ایشون با وجودی که قرار بود فقط و فقط در رابطه با کنگره صحبت کنه، دو ساعت ما اینجا گلو خودمونو پاره، دو ساعت نه یه ساعت و دو دقیقه گلو خودمونو پاره کردیم، و ایشون هرچی ما میگیم کنگره هی میگه رضا شاه، یعنی ما رو میبرد تو قبرستون، سر قبر دوتا مرده. ببینید این دوست اون نوشته برنامه روز چهارشنبه را دیدم، صحبت‌های آقای حسانلو و دکتر سعیمی تا حدی جالب بود، ولی حیف شما که با مردی به نام شرافت، ایشون عمدن این کلمه شهافر رو نوشتن شرافت، چون شهافر میدونید فامیلی اصلی آقای چیز نیست، عوض کرده فامیلیشو. مردی به نام شرافت که خود را حقوقدان و تاریخدان میداند و بدتر از آقای ترامپ دروغ میگوید، وقت خود را تلف میکنید. ایشان مزخرفگویی را به حد کمال رساند و فکر میکند که چون لیسانس حقوق گرفته است بنابراین حقوقدان است. آخر ایشان در کجای دنیا در رشته حقوق کارآموزی کرده و تجربه آموخته است؟ خواهش میکنم در آینده به نام من از ایشان سوال کنید که در رشته حقوق در کجا به تجربیات خود ادامه داده است. اگر یک دکتر و یا مهندس یک سال در رشته مربوطه کار نکرده و مطالعه نکند، دیگر نمیتواند خود را متخصص قرار دهد. در مورد کنگره، هر کسی میتواند با پرداخت مبلغی جزئی اتاقی را، نه سالونی را، در ساختمانهای در اطراف مال و نزدیک کنگره برای چند سال اجاره کند، اصلا ربطی به کنگره آمریکا ندارد. آقای دکتر نصر اصفهانی نیز بارها این اتاقها را اجاره کرده و یک یا دو نفر از ماموران FBI و CIA و سایر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا بدون دعوت شدن خودشان در آنجا حضور به هم میرسانند، و این همان طریقه است که مامورین ساواک خود را نخود هر آشی در ایران میکردند. آقای شهافر هم رضا شاه و هم مصدق را بزرگ خطاب میکنند، یعنی ایشان یک فرد قلدر و بزن بهادر را با یک انسان لیبرال و مردمی یکسان می داند. در مورد keep me posted
ایشان نشان داد که حتی زبان انگلیسی را بلد نیست. او تلفن شما و ایمیل شما را داشته است، بنابراین می توانست با شما در تماس باشد، ولی در آن اتاق چنان تحت تأثیر ابهت کنگره قرار گرفته است که ضمن انکار اولیه معلوم شد عکس فراوان گرفته، با خانمی آمریکایی مفصل صحبت کرده، لابد به زبان ترکی، منظورش چون انگلیسیش خوب نیست. در مورد متن اولیه قانون اساسی مشروطه اشاره به گنجاندن نظر چند آخوند به عنوان تایید کردن قوانین با اصول اسلامی کرده است، در حالی که در اولین نسخه قانون اساسی مطلقاً آخوندی وجود نداشته است، بلکه پس از سر و صداهای اولیه و عقب نشینی محمد علی شاه آن اصل را به قانون اساسی چسباندند یا چسبانیدند. در صورت دوستان به نظر من، میگم یک کمی ناراحت بودم که چرا من وقتم رو گذاشتم این برنامه رو از 120 دقیقه کردم 200 دقیقه. برنامه روز چهارشنبه 200 دقیقه هست دوستان، یعنی 3 ساعت و 20 دقیقه. اگر ندیدید برید ببینید، ولی اون قسمت آخرش رو 1 ساعت و 15 دقیقه 1 ساعت و 20 دقیقه آخر رو ازش جدا کردیم و امروز میدونید برنامه کانون آوا بود، بعدش برنامه من، بعدش برنامه آقای دکتر افشارها، بعدش برنامه آقای ارشاد، بعدش اون ویدیو رو میذارم و اینها همینجوری تا برنامه آقای چیز رو هم، آقای شبستری رو هم که گفتم تا امروز میذارم، اون رو هم تا دوشنبه یا سه شنبه میذاریم تا شما ببینید که در تلویزیون مردم همه میتونن صحبت کنن. یکی از دوستانی که برنامه آقای شبستری رو دیده بود گفت که ایشون تا اونجایی که من میدونم رشته کشاورزی خونده، در کار فینانس، کار مالی و امور لون و وام و اینها و کار بنگاه‌های خرید فروش املاک سررشته دارن. آیا ایشون در قسمت حقوق زنان و فعال به اصطلاح حقوق زنان بودن و اینها هم مطالعاتی دارن؟ گفتم والا خبر ندارم. این هم سوالی هست آقای فرزاد شبستری از شما، امیدوارم اون دوستمون مستقیم از خود شما هم سوال کرده باشد و شما هم بهشون پاسخ بدهید. پس درباره ویدیوی طولانی، یکی از دوستان گفت که ویدیوی شما چون طولانی هست من برای دوستان نمیفرستم. خب این یکم کم لطفی شماست. ببینید قسمتی رو که شما میخواهید بفرستید یه مقداری مبتکر باشید، کریتیو اینجا میگن، ابتکار به خرج بدید، سازنده باشید، خالق باشید. ببینید خیلی چیزای ایرانی نوشته که سخنرانی آقای مثلا ایکس از دقیقه 22. البته اونایی که بلدن مثل من و دیگران که یکم بلدیم میتونیم با یوتیوب این کار رو انجام بدیم، خود یوتیوب از اون دقیقه شروع میکنه. ولی شما اگه یه دوستی داری که 3 ساعت ویدیو رو براش میفرسی و بهش میگید قسمت سوم رو نگاه کن یا ساعت سوم رو نگاه کن و این نمیفهمه که این عقربه رو باید بکشه اونجا، به نظر من شما دوستیتون رو با همچین کسی قطع کنید، یا یادش بدید، اگه یاد گرفت ادامه بدید دوستی رو. ولی اگر هنوز تو قرن 21 تو سال 2017 نمیفهمه که اگه یه برنامه 3 ساعته و شما میگید قسمت سوم رو نگاه کنید، اینو بیاره ساعت دوم رد بشه بیاد اول ساعت سوم، به نظر من دوستیتون رو با همچین کسی قطع کنید، چون اون دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند، نادان دوست اینجاست. یا اون سیستمی رو یاد بگیرید که شیر میکنید، باز برمیگردیم به یوتیوب، این شیر مال فیسبوک نیست، شیر میکنید، پایینش یه جایی داره تایمش رو شما نگه میدارید، میزنید اون قسمت، اون تایم آخر اون لینک میاد و وقتی میزنید کامپیوتر دیگه، کامپیوتر رو آدم ها پروگرام میدن، برنامه بهش میدن. البته یه نگرانی آدم ها اینه که به زودی ممکنه کامپیوترهایی ساخته بشه که فرمان نبرن و این اتفاق افتاده در یکی از این چیزایی که فرستادن برای کره مریخ. 2 تا کامپیوتر بوده، یکی به اصطلاح مستر، یکی اسلیو، یا یکی ناخدا، مثلا یک کاپیتان، یکی کوپایلوت، یکی خلبان، یکی کمک خلبان. میگی که اون کامپیوتر خلبان
حرف ما رو دیگه گوش نمیکرد، پروگرام که بهش میزدیم گوش نمیده. بعد میگیم ما به اون کمک خلبان گفتیم که این دیگه قاطی کرده، بزن اینو داغون کن. داغونش کرد، اون مسئولیت رو به اصطلاح انجام داد و ما بهش گفتیم چیکار کنه که اونو بیاره ما تعمیر کنیم. از تو مریخ اینجا اینا دستور میدن کی کیو بزنه، کی کیو بکشه و کی قدرت بگیره. و من شما انتظار داریم که اینا تو کشورهای بدبخت میدلیست و اینا به اصطلاح دخالت نکنن. ضمناً دوستی از من پرسید آقا شما درباره انفجار در منچستر چیزی نگفتید. ببینید خبرها مخصوصا تو این دوره ترامپ احمق انقدر سریع و زود انجام میشه و اتفاق میفته که ما وقت رسیدن بهش نداریم. یعنی یه وقت یه چیزی داره حرکت میکنه، شما همراهش میدوی راه میری که با اون هم سرعت بشی، اون تون میره شما میدوی، یه وقت دیگه انقدر تون میره شما نمیتونی بدوی مگر که یه ماشینی همراهش پیدا کنی بری. در اصل این خبرها انقدر اتفاق میفته. وقتی من برنامه دارم نمیدونم ساعت 2:30 شب بوده توی انگلستان بمبی منفجر شده و اون طرفم من تا 2-3 روز پیش نمیدونستم بالاخره این که هی میگن سوئیساید خودکشی کرده مرده یا گرفتنش، چون درست میگفت که یه جوان 22 ساله این کاری کرده، بعدم میگه رفته یه جوان 22 ساله رو گرفته. حالا نگو که اون سوئیساید بامر بوده، خودکشی کرده بوده و رفتن برادرش رو دوستش رو بعد باباش رو همه اینا رو هم گرفتن. من نوشتم توی فیسبوک دوستان که برای من کشتن یا کشته شدن هر انسانی به اصطلاح رنجاوره، آدم دلش به درد میاد، مخصوصا جوان ها. ولی برای من جوان انگلیسی با جوان افغانی با جوان عراقی با بچه عراقی یکیه. برگردید ویدیوهای منو نگاه کنید، بارها گفتم اگه یه بچه میفته زمین، من مثل اون نژاد پرسته نیستم بگم ما نژاد آریایی هستیم، حالا بچه خورده زمین گریه میکنه، مادرش هم مثلا داره چیزها رو میبره خونه شون، چی میگم فروشگاه خاربار فلان دستشه پاکت های خاربار، من از این سوال کنم آیا شما ایرانی هستید؟ آیا شما نژاد آریایی هستید؟ خب پس من به شما کمک میکنم. او شما مکزیکی هستی؟ نه به شما کمک نمیکنم. اینقدر نادون باشم که ندونم این مکزیکی ها، این نمیدونم قوم مایا 5000 سال پیش 2000 سال پیش تقویمی نوشتن که میدونه فلان روز چه اتفاقی میفته، یا اینقدر نادان باشم که ندونم چینی ها از ما جلوترن، یا اینقدر نادان باشم. همش از نادانی میاد. در اصل دوست عزیز شما بیا بنویس، شما یه ویدیو درست کن بفرست، شما نظرتو بگو، شما به من بگو چرا کوین ملکه میره دیدار اینا که موندن به اصطلاح مجروحن، ولی چه شاهی چه ملکه میره دیدار اون بیچارهایی که عروسی بوده تو افغانستان، یه بچه ای از لاس وگاس تصمیم میگیره اینجا جمع شدن میزنن بعدم دوتا آبجو هم میخورن، بچه ها نشستن لاس وگاس رو لاس وگاس مثل بازی گیم میزنن عراقی ها و افغانی ها رو میکشن تیکی تیک. هیچ کدومش ما نمیشناسیم، نه عکسش نشون میدن، ولی برای یه دختر 15 ساله انگلیسی چقدر نشونت میدن که تام اشک دره و دلم برای بابای مامان اینم میسوزه، ولی اونو چون به ما نشون نمیدن ما نمیشناسیم دیگه. وقتی من بهتون بارها گفتم این آقای مسعود سهیلی و همسرش رو یه بار ملاقات کردم توی رژه ایرانیان و وقتی خانم ای فوت شد دیدم که چه احساسی آدم داره وقتی یه کسی رو دیده و میشناسه، احساسش فرق میکنه تا اینکه کس. به خاطر همین آدم میگه بره ببینم بشناسم. ساعت 2:59 است، اجازه بدید بریم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها و ایشون چهارشنبه قبل از انتخابات صحبتی کردن و ایشون گفتن با وجودی که دلشون میخواسته به رئیسی رأی بدن ولی استخاره کردن و با آقای روحانی رأی میدن. حالا روحانی برنده شده، ببینیم آقای افشارها چی میگن درباره انتخابات، درباره این دیوونه هایی که به مردم میگن. میدید مثلا مجاهدین هم میگفت بیاین تو خیابون اینجوری کنید اونجوری کنید، اصلا اینا نمیدونن دیگه، کسی اینا رو نمیشناسه. اتفاقا همین آقای دکتر افشارها گفت آقا اصلا به والله تو ایران وقتی میگیم پهلوی و فلان اینا یه عده نمیشناسن، یه عده مثلا فکر میکنن آقا ما دیوانه هستیم که هنوزم اسم اینا رو میاریم. خب خیلی خوشحالم که باز لبخندی بر چهره آقای افشارها میبینم و
اجازه بدید دوستان من اینو درست کنم که با آقای افشارها باشیم و ایشون هفته پیش در سفر بودن، ولی امیدوارم که از این هفته به طور مرتب روزهای جمعه اصلا ساعت 3 اسم ایشون نوشته شده توی تقویم ما. آقای دکتر افشارها با سلام خدمت شما، با خوش آمد، با خیر مقدم از سفری که بودی. حالا باید به شما تبریک هم بگیم که آقای روحانی برنده شد. بله تبریک میگم، چون خیلی ها میگن با وجودی که آقای روحانی گزینه ما نبوده، ولی ایشون چون در جهتی هست که الان مخصوصا با آقای ترامپ که دنبال بهانه میگرده، این کسی هست که بهانه رو به دست اینها نمیده. ضمناً امروز آقای ظریف توی نیویورک تایم یه مقاله نوشته بود که اگه شما دیدید که در مورد صحبت کنید لطفاً، اگه نه یه وقت دیگه این نگاه کنید و اگه مایل بودید در برنامه‌های آینده. من میدونم شما صحبت زیاد دارید، پس من ساکت میشم و مینشینم پای صحبت شما. دوستان عزیز، این شما و این هم آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا. ایشون شماره تلفنشون و ایمیلشون رو روی صفحه به شما میگن، نشون میدن، هر کسی مایل هست باشون تماس بگیره از لحاظ فیسبوک، ضمن این که برنامهاشون تو فیسبوک هست، ولی ایشون میگه من فیسبوک رو مثل فیک بوک قبول ندارم و کاری به کارش ندارم. آقای افشارها بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یا من هو اختفا لفرق نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین. و سلام و درود بی پایان بر موحدین عالم، یکتا پرستان جهان و معتقدین به مالک یوم الدین با هر دین، مذهب، آیین و روشی که دارد، و عمیقا هم فرارسیدن ماه مبارک و پرنعمت رمضان را به همه معتقدین تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان شاء الله آنهایی که به هر حال سری با این مسائل دارند در امور شرعی موفق باشند. و با سلامی مجدد به شخص خود شما آقای سربی و بینندگان عزیز، امیدوار هستم که روز روزگارشون همیشه خوش و خرم باشه. خیلی ممنون آقای افشارا. ببخشید چون صحبت از ماه رمضان کردید، یه عده هستن که میگن روزه گرفتن برای بدن ضرر داره، شما در این باره میخواین نظری بدید یا ول کنیم موضوعات دیگه؟ به هر چه که باشه ما کاری به حرفا نداریم. بله، چون بعضی ها معتقدن نماز هم بر بدن ضرر داره، بعضی ها میگن طهارت های شرعی هم بر بدن ضرر داره، بعضی ها میگن نه نه طرف ضرر نداره بلکه سود هم داره. واجبه شرعی مورد بحث ما قرار نمیگیره، برای که اینها دیگه خطوط قرمز و واجبات هست و بحثی هم نیست. اما بنده شخصا آقای سربی پنجشنبه های اول ماه و پنجشنبه های آخر ماه رو همیشه سال به 12 ماه به حمد الله توانستیم صائم باشیم. ماه مبارک هم که دیگه هر چیزی که خدا قوت بده موفق خواهیم بود. برای اون روزهایی هم که به دلایل انسان نتواند بگیرد هم پنالتیش میدیم هم بعد هم خواهیم گرفت. نخیر، دروغ به عرض شما رسوندن، ضرر ندارد که بماند، خیلی هم از جهات اجتماعی و بدنی مفید به فایده است. بگذاریم حالا تا وقت دیگر. ارزم به حضورتون که جناب آقای سربی عزیز در جلسه قبل یک آقایی فرمودن که شما یعنی حضرت آقای سربی بنده را یعنی این فقیر کاظم افشارها را از کجا گیر آوردید. بنده لازم دیدم در همین جا به اون آقای بزرگوار یا اون خانم بزرگوار هر کی بودن برزشون برسونم که آقا جناب آقای سربی بنده را گیر نیاورده، هم شأنشان عجل است هم وقتشون اجازه نمیده. ما تلویزیون مردم تیوی را پیدا کردیم، بعد از یک دنیا تحقیقات شخصی، مشاورات ذهنی و استخاره های لازمه. شخص موجهی دیدیم، نه خیلی افراطی نه خیلی تفریطی. به هر حال ما ایشان را پیدا کردیم، بعد هم طبق دعوت خود ایشان که برای همه افراد در زیر تلویزیونشون می نویسن شما هم می توانید برنامه داشته باشید، که قرار و میقاتی که با ایشان داشتیم و داریم
انجام وظیفه میکنیم، چون وقتی برای خودمون میمیسیم یک نفر حرف میزنیم، وقتی با حمیمی میرویم در یک قهوه خانه مینشینیم دوتایی با هم گپ میزنیم، وقتی عده ما رو دعوت میگیرن برای یک مجلسی 20 نفر 50 نفر 500 نفر صحبت میکنیم، هم اجر دنیوی نمون میدن هم اجر عرضم به حضور اجتماعیمون رو، خب برای اون آدینس صحبت میکنیم. زمانی هم که افتخار پیدا میکنیم در خدمت دوستان باشیم از طریق برنامه های خوبه آقای سروی عرض کنم محترم، خب این هم یک شانسیست، حالا یا 5 نفر یا 5 میلیون نفر یا 2000 نفر میبینن و این باعث خوشحالی و افتخار ماست. بنابراین این جواب اون عزیزی که فرموده بودن ما را از کجا گیر آوردین، خواستم بگم که این گوهر تابان رو ما پیدا کردیم که تلویزیون مردم باشه، مردم تیوی، ایشون ما را پیدا نکرد. این جواب اون آقا. در مورد دیگری مکررن جناب آقای سروی من دیدم که حضرت عالی استناد بکنید به فرمایش یک آقایی به نام آقای دکتر کاظم یادم شده اسمش رنجبر. رنجبر این هم یک چیزیست مشابه همونی که بحثی بود سر وظیفه و خدمت، گفتیم آقا این کاملا واضحه، میگن خدمت وظیفه، خدمت وظیفه یعنی رایگان کار کردن، بنابراین خدمت پول داره، وظیفه رایگان است، چون که خدمت وظیفه. اینجا اگر جمله رو خوب توجه کنیم مترادف می شود وظیفه با ما بودن، خدمت هم یعنی کاری که باید اجر بدهند که نمی دهند. این جریانی هم که این آقای رنجبر فرمودن به حضرت عالی چندین دفعه با ذکر نام مبارک ایشون استناد می فرمایید، در منطق می گویند انظر ماغال، نگاه کن به گفته، و لا تنظر منغال، نگاه نکن که چی داره اینو میگه. در شعر فارسی میگوید به نگارنده سخن منگر، تو سخن را نگر که حالش چیست. در جای دیگر میگوید مرد آن است که دیدر اندن گوش، گر نوشته است پند بر دیوار. یا هم میگوید آدمی فربه شود از راه گوش. آن کسانی که دوچار دین خلق و این اشتباه میشوند به دلیل این هستش که اینها سمعیت یعنی شنوایی، بصریت یعنی بینایی، فعلیت یعنی انجام دادن رو با هم مشتبه میگیرن. جناب آقای سروی وقتی میگوین آقا شما حرف رو ببینید و بگیرید، یعنی بشنوید و بعد ببرید در کارگاه ذهن، یعنی در عقل معقله خودتون. هیچ کس نگفته وقتی چیزی شنیدید گفت عمل کنید. در روی دیوار میمیسن نو دامپینگ تو خارج. خب شما چون مرد باهوش فهمیده هستید این پندر به گوش رو میگیرید، دامپ نمی کنید. در توی عرض کنم مشهد من همین اخیرن هم دیدم، هنوزه میبینید یک شکل زشتی میکشن روی دیوار جلوی اون به اصطلاح گاراژشون، میمیسن حواله کسی که اینجا پارک کنن. یک آدم عاقل این حرف رو به گوش میگیره، گوینده ای نبود آقا، رو دیوار نوشته. توجه بفرمایید، مثالی شما آوردید که یک کسی میگه یک اتاق درست میکنیم 10,000 دلار، یکی میگه 100,000 دلار. آقا این فعلیت هست، یعنی انجام کار، کسی نگفته انجام رو ببین چی میگه بکن. اتفاقا همینطور که شما فرمودید خیلی مهم هست وقتی بخواد کاری انجام بشود. بچه را آوردن خدمت حضرت امیرالمؤمنین، پدر مادرش گفتن امر کنید چون این بچه به شما عشق داره بفرمایید خرما زیاد نخوره. ایشون فرمود ببرین فردا بیارینش. فردا که آوردن گفت پسر جان خرما نخور، مفید نیست برات. والدین پرسیدن شما چرا دیروز نفرمودین؟ گفتم برای که من دیروز خودم خرما خورده بودم، رطب خورده ترک رطب کی کنن، اثر نمیکرد حرف من. فعلیت یعنی انجام، با شنیدن فرا داره. هرگز خانم ها آقایون دنبال این نرین که یک حرف خوب رو اینو چه کسی زده. فرض کنید دزد قطع طریقی بگه آقا شما آدم کشی نکنید و دزدی هم نکنید، یک آدم خیلی خوبی بیاد بگه آقا شما هم آدم کشی کنید هم دزدی کنید، کدوم حرف ما باید بگیریم؟
چون این شنوایی میرود در کارگاه عقل ما، ما میگیم آقا ما کار نداریم که دزده یارو داره یه حرف میزنه. خب ما نه دزدی میکنیم نه آدم کشی میکنیم. بنده این مسئله رو خواستم یادآور بشود که دنبال این نگردید آقا که یک حرف خوبی رو کی زده، چون اینها در دراز مدت وقتی هی ما اینها رو یکی یکی پایه‌های اینطور حرف‌های زیبای اخلاقی رو لق کنیم، طرف میگه آقا به گفته ایکس، به گفته امر یا به گفته زید، ببینین اینه چی گفته. نه آقا جان، نگید چی گفته، ببرید در کارگاه عقلانیت خودتون ببینین اگر خوب است یزید ابن معاویه گفته قبول کنیم، رسول اکرم و عیسی مسیح هم فرمودن قبول کنیم. بنابراین به شدت به صراحت فرضیه هم نام خودم رو جناب آقای دکتر کاظم هرکس هستن رنجبر فرمودیم. بله بله بله، آقای دکتر کاظم رنجبر جامعه شهر، جناب آقای دکتر کاظم رنجبر رو ضمن سلامی که عرض میکنم رد میکنم که مطلقا اینطور نیست. ما زمانی که یک حرفی رو میشنویم که میرود در کارگاه عقلانیت ذهن ما و باید خودمون تصمیم گیری بکنیم، حرف را دنبال مأخذش نگردیم. بسیار عالی گفتن که انظر ما قال، نگاه کن به گفته، لا تنظر من قال، نگاه نکن که گفته. حالا این را من فقط خواستم یادآوری کرده باشم، گفتاری کرده باشم. اگر یه وقت حضرت عالی سؤالی، مسئلهی، پیشنهادی، ردیگه ای بنی داشتید، فرصت خواهیم داد که بعد روش صحبت کنیم، چون این لازم بود به عرضتون برسونم رسوندم. اگرم خیلی ممکنه یک وقت الان جوابی بخوایم بدین یا سوالی داشته باشین در خدمتتون هستم، اگر نه برم به بند بعدی. نه سوالی ندارم، بفرمایید. مسئله سومی که میخواستم بگم، همونطور که حضرت عالی فرمودید و تبلیغ گفتید، خیلی متشکر جناب آقای سربی، خدا رو صد هزار مرتبه شکر که به ایران دوستی، به ایران پروری و همه چیزی که بسیار سرفراز و مفتخر هستی. خب یک دینی هم ما برای خودمون داریم، همون که هر کس یک دینی برای خودش داره با هم دریب اعتقادی و عملیاتی که داره. خیلی من میبینم این خانمها و آقایان اینجا دور بر میدارن و علنن توهین میکنن، یعنی هر کس رفت در رأی داده رو از آقای نمیدونم اون مال چلیکا بود، آقای چی دادم شدش الان اسمشون رو، آها میدونم کیو میگیم، بله بله فرخ، بله. فرخ نگهدار، کسی بله. که با مرحوم احسان طبری، با آقای بهشتی، با حضرت عرض کنه فیلسوف زمان آقای مصباح یزدی، اینها در 40 سال 30 سال پیش صحبت میکردن در مناظره و مباحثه داشتن، یا آقای مینه سایه شاعر بزرگوارمون، یا هر کس دیگری میره رأی میده. من نمیدونم آقای سربی چرا ما اپوزیسیون که نداریم، اپوزیسیون قراضه ایم که هر کسی دهان فحاشی داشت بلنگوی دستش گرفت اسمشو میذاره اپوزیسیون دیگه. حالا این دازن مدر که این خانم یک هفته در روز از ترکیه آمده میشود زن نمیدونم جنگاور، ایشون هم خودشو کمپوزیسیون میدونه، آقای نمیدونم اون چی اسمش خنداور که بهش میگن چیه، فخر ننگاور، هر کسی یه چیزی میگه بر، و خیلی های دیگه از این آقایون که من برای اینه که اسمی ازشون نبرم به دلیل این که تبلیغ نباشه براشون، اگر نه اینا مسئله نداره که ما بخوایم بگوییم که این شیطه چمرونی بله نیک جعفرزاده نمیدونم عبروسی های عبروکمند مهدی وطنخواه گریان ورشکسته است، آریای باقری معلوم الحال، نیکاهنگ کوثر نمیدونم اسمال خان نوری علای، سیاوش خان اوستای، همینطور بگیرید برید جلوی یک عده معدود، معدود که وقتی که میگیم یعنی نسبت جمعیت محترم ایران و ایرانی، ممکنه مجموع اینا 400 نفر 200 نفر 300 نفر باشن و یک ریز جناب آقای سربی اینا توهین میکنن، پوش میدن. من نمیدونم چرا کمپوزیسیون برشکسته و درمانده ایرانی این اندازه به فحاشی و به توهین خودش مینازه. والا من نمیتونم اخلاقا و شرعا و به اصطلاح عادتا حرف پلید بزنم، اگر نه هر فحشی که ما در حق اینها بگیم رواست، هر
مسئله که بگیم، چون اگر حضرت عالی توجه بفرمید به برنامه اینها، علنا میبینید یک عرضم به حضورتون، حال خانم خاله نظری میاد، هر چی به دهانش میاد بر علیه رای دهنده میگوید، بعدم میگه چون گناه کردین، اگر میخواین گناه تا پاک کنین بیاین به ما پول بدین تا این سنگر بمانیم. خوب حالا توجه بفرمید آیه سوربی، من سال 69 میلادی تا 71 پاریس بودم. سبیل اتفاق اونجا کنفدراسیونی بود و خدا بیامرزه اون آقای قطی‌زاده بود، همین بنی‌سر، کاری نداریم، اینها می آمدند و چه حکایت بود بگذاریم. آقا با اینی که در نهایت جدیت این کنفدراسیون کار میکرد و مؤثر بود و مؤثر شد، کسی نفهمید رئیس این کیه، اصلا نمیدونستن لیدر این کیه، چون اینها واقعا مع الجماعه بودن، اینها جماعت منسجم و فهمیده به بیریایی بودن. من نمیفهمم اینجا در این کنفدراسیون های خصوصا این امریکا و این طرف ها 10 نفر حرکت میکنن برن توی جلسه ای که اون فخر خنده‌آور درست کرده، 8 نفرشون تو فکر اینه که کی رئیس بشه، هیچی در کار نیست، هیچ تو نیست، آبرو رفته هستن، ورشکسته هستن، مردم اصلا تحویلشون نمیگیر. اون بزرگ بزرگشون که آقا رضایی ارز کنم دیبازاده باشه، بچه خانم فرح دیبا، اینه که تازه همه اینها میخواهند در ایشون هی فلاش بکنند و ارز کنم نور افشانی بکنند، خود اون رو کسی به بازی نمیگیره. من نمیدونم چرا این خانم ها به این آقایون اینقدر فحاش میفتند، که البته امیدوار هستم اساتید فن سخن، اساتید و کسانی که قدرت این رو دارن که واقعا مشابه خود اونها عمل بکنن و بسیار هم فرهیخته و دانشمند هستن، مثل جناب آقای مصطفی‌زاده ای داریم در هلند، ایشون خیلی به مقتضا میتواند جواب اینها رو بدهد، اگر یک وقتی باشن اینها بیان و 2 تا 5 تا 3 تا دقیقه حرفی که مقتضای به اصطلاح حال اینها میتونه باشه و پاسخ به فحاشی‌های اینها بدهد رو ایشون هم ادا بکنن. اگر زنگ زدن خواهش میکنم اجازه بدین صحبت کنم. بنده خودم رفتم در یک کشوری رای دادم، آقای سوربی عزیز، میلیون ها ایرانی رای دادن، یک کسی به این حاله حال دا بهش میگه 40 میلیون رای دادن، اصلا اون طرفداراشون که زنگ زدن میگه نه 40 میلیون نبودن 8 میلیون. بنده هم اضافه کردم که لابد 7 میلیون شونم همون شناسنامه مرده ها بوده، یک میلیون یالا رای داده اینا نداده. بعد هم اسمشون میگذارن ایران دوست، ایرانی دوست. این چه جفاییست بر ایران ایرانی؟ من نمیدونم واقعا آقای سوربی حقیقت موندن که با این اشرار، با این افراد بیمغز که واقعا حاضر هستیم ثابت کنیم که اینها در جمجمه شون هیچی نیست به نام مغز، چرا اینقدر فحاشی میکنن؟ آقا سوربی هم رسانه داره، خیلی رسانه های دیگری هم هستن که شیپور دارن. اگر شما انتقاد سیاسی مسئله مطلبی دارید بگید، انتقاد درش باد است، ما خودمون خیلی از شما بیشتر انتقاد میکنیم، با اینی که بنده خودم بسیار بسیار به اصطلاح تسلط اسکولاستیک، تسلط ادیان بر قانون گذاری ها معتقدم، ولی دنیا هم ایراد داره، ایراد داره میگیم، خیلی هم استقبال خواهیم کرد. حالا چرا لزومن اینها این کمپوزیسیون ورشکسته بدبخت خودش را با فحش و فحاشی و توهین به دیگر افراد و اشخاصی که کارهایی رو میکنن که به مذاق وامانده اونها نمیخورد انجام میدن؟ این یک معضل و پازلی است که من نتونستم حل کنم، کسی چنانچه توانست به من کمک بکند و مسئله رو روشن کند. مسئله دیگه این هستش که این آقایون همشون میگن ما چرا بریم رای بدیم، چون اون اساس و استقص دموکراسی وجود نداره. آقا از کرامات پیر ما چه عجب مشت را باد کرد و گفت وجب، آقای خمینی در 39 سال قبل ایشون گفتن، آقای بازرگان گفت اجازه بفرمایید آقا ما اسمشو بگذاریم جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران، ایشون فرمود فقط جمهوری اسلامی ایران، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم.
و با فرهنگ و با دموکراسی رهاوردگر نه تنها توافقی ندارند، بلکه به شدت نقاضت دارند. این یک چیزی نیست که شما میخواییم بگیم. دموکراسی ایران یک دموکراسی است بر مبنای فرهنگ و قوانین خودش. خب یکی میخواهد هست، یکی نمیخواهد نیست، این که دیگه درسی نداره. آقا خانم، حاله که شما هی برمیداری میگی دختر جان، نمیدونم چی شما رو خطاب بکنم، بکشید چون پایین. مگر این پرده اون نمیدونم سن رقاصی شماست که در جلو میرفتید عقب میرفتید هردم با سر کول هم بالا میرفتید پرده رو بکشم پایین؟ ایران آقا یک مملکتیست مختدر. امریکا اگر جرأت میکرد، اسرائیل اگر جرأت بکند، اگر بتواند عمده بکنه، یک دقیقه اینها مجال نمیدادن. چه خفتی از آن بالاتر که 10 تا سربازشونه میگیرن، سربازه گریه میکنه، دستشو میذاره رو سرش، میارن 3 روز نگر میدارن، غذای ایرانی بهش میدن، بعدم لباس ایرانی هم میدن، بعدم میگن رأفت اسلامی، حالا برگردیم بریم. چه تحقیری بکنن که اینها حرکت کنن و بیان حمله بکنن؟ چرا نمیکنن؟ نمیتونن آقا جون. مسئله این نیست که شما بگین توپ و توپخانه داره. بله از نظر تجهیزات نظامی همه میدونن که روسیه اول، دوم هم امریکا. ولی خب سوات به قول ترکامون سننه، یا چه معنی داره؟ یک افغانستان، یک سوریه که مشابه یک استان ایران نمیشه، 6 سال ریختن به سرش، شما میبینید عوض میخوام مثل خر اندر گل موندن، هیچ کاری نتونستن بکنن. هر روز اول هم میگفتن بایستی آقای حافظ اسد سرنگون بشود، 6 ماه دیگه دوره اتوماتیکش در میاد، همون حرفی که ایران و شوروی و خطاشو میزدن. چرا آقا این تحلیلات مسخره رو انجام میدین؟ هی میگن روحانیت راچه به سیاست. شما تمام سیاستتون رو در تجمیع مردم میدونید که ارزشم نداری، 100 نفرم نمیتونی. آقای سربی، اشهد بالله دهن روز خدایا تو شاهدی، یک کلام خدمتتون دروغ عرض نمیکنم. بینندگان عزیز، قدیم ما یک سهن نو داشتیم، سهن کهنه داشتیم، مسجد بوعشا داشتیم تو مشهد. الان 5-6 تا پهنین دیگه هم اضافه شده که مثل میدان فوتباله، حالا با چه زیبایی کاری نداریم. خدای من گواه، ساعت 6 و 7 بعد از ظهر آقا سر نماز جماعت سوزن‌انداز نیست، بیش از 20,000 نفر تو هر کدوم اینا جمع میشن. ای کفار، ای بی انصاف ها، اینا هم از ترس مهر شناسنامه ایه، اینا هم به زور پاسدار اومده. بابا چشم رو وا کنیم یکم، دست از این به حساب تعصبات کور، از این امریکا زدگی تر زدگی خودتون بردارید. من شما که میگیم پولم نمیگیرید که این حرفا رو میزنید، جلسه بذارین صحبت کنین بدون تعصب. آخر اینا رو ما رو اقلا روشن کنین که آقا بفرمین 100,000 نفر در هر بعد از حد اقل 100,000 نفر اونجا میرن به نماز جماعت، ید الله مع الجماعت، جماعت جمع شدن که اگر بعد از همون نماز جماعت همون روحانی جلوشون هر امری بکند همه میدوند دنبالش. پس نشان داده می شود که روحانیه اقتدار دیرینه خودش را داشته، دارد و خواهد داشت. آیت الله بهجت خدا بیامرزش، آقای سربی، 2 تا استخوان بودیشون، توی 2 تا 3 تا اتاق نمور زندگی می کرد و درسشو می داد. البته ایشون داره کراماتی بود که حالا بگذاریم از شخصیت شنیشون. روی کاغذ سیگار نامه مینوشت برای آقای علم، رو چشمش میگذاشت علم. اگر التیماتومی میداد به مرحوم محمد رضای، عرضم به حضورتون که حاج محمد رضای پهلوی، ایشون موی بر بدنش راست میشد. امر اینها آقا اینطور برا بوده و هست و خواهد بود. حالا اگر شما درک مطلب نمی کنید قصور شماست. اصل سیاست در دیانت اینها راهنمای چپ میزنن میرن به راست. قرار بود آقای سربی عزیز که آقای رئیسی رو کوچکش کنن، حالا چرا خواست دانم و چه میدونی؟ قرار
بود ایشون رو سوزش بکنن، بسوزوننش. دلیلش هم این بود که تا آخرین وهله خود ایشون حاضر نمیشد، چون نایب الطلیه در مشهد یک سلطنت بیجکه است، بیلیاردها پوله، به هیچ کس هم نباید جواب بدن. ایشون نمیخواست بیاد، لازم بود بیارن بسوزوننش و آمد و سوخت. حالا همه برمیدارن میگن بیت آقا یا آقایون یا اصولگرایان میخواستن رئیسی بشن، نشد روحانیش. آقا شما نمیفهمید، نمیفهمید. چهار سال میرین تو این دانشگاه که فقط عشق و مشرب و بگو و بخند و رقص و تدانسانه، کل درسی هم که به شما در علوم سیاسی میدن چهار تا کتاب قانون بین الملل و قانون مملکت هاست. شما از کجا میتونید رمز و رازهای هزار ساله اینا رو درک کنید؟ آیا سربی شاید شما یک شعری هستی شنیده باشین، میگن نعل وارونه، شما اینو شنیدی؟ شعرش شاید نشنیده باشین. بله، فقط قسمت اولش نعل وارونه رو میدونی. بله. میگوید از کن که ترکمانا، عرض کنم که ترکمانا نعل وارونه بزن، تا که رد سم اسبت گم کنن، ترکمانا نعل وارونه بزن. یعنی نعل رو میکنن از او بر میزنن به پای اسب. حالا فهمیدم. اصول اسب به شمال میره، یارو خط فکر میکنه به جنوب رفته. ای بیچارگان، کجا این رمز و رموزات سیاسی واقعی و عملی در دانشگاه ها میگن؟ آها، خدای نخواسته ما هم چهار تا کتاب تبرخ کردیم در دانشگاه ها. یک دونه طلبه ساده، یک آدم معمولی که کتاب خونه، چهل برابر شما که میگید مثال حقوق سیاسی خوندی چی میدونه؟ دارن هم حکومت میکنن، هیچ مشکلی هم ندارد. در خیلی از جاها واتیکان میگن آقا پروتکل لباس پوشیش اینه، خب دو لباس رو بپوشن. بله، دیدیم که حتی اینا تو کشور عربستان سعودی روسری نپوشیدن، ولی هر دوشون مثل اینهایی که یک کسی تو فامیلشون فوت شده. بله. آقای شافر اجازه میدین؟ بله. که در توی عربستان هم درست عمل کردن. بله. عربستان در قانون خودش جرأت نمی کنن به حریم به اصطلاح مذهبیونشون وارد بشن. آها. در امور سیاسیشون خب به سعودی ها میتونستن اینطور باشن اگه نونه هم رادی میدادن. بله. آقای افشار، چون شما روزه هستید، یک دو دقیقه استراحت کنید، من چند تا چیز که شما گفتید بگم، نظر خودم رو اگه اجازه بدید. من خواهش میکنم بفرمایید. شما گفتید که شما گفتید اینجا اگر یه شورای جنبشی را میفته 10 نفر توش شرکت میکنن، 8 تاش میخواد رئیس بشه. به نظر من شما اشتباه میکنید، 10 تاشون میخوان رئیس بشن. این یک. دوم، شما گفتید که این تلویزیونای ال ای میگن که 40 میلیون شرکت نکردن و به قول شما میگن 7 میلیون 6 تاشم مرده بوده و اینها. خیلی جالب، من با یکشون صحبت کردم، گفتم شما که میگید این آخونده هر کسی رو میخوان از صندوق میارن بیرون. آره. بعد از اون ور به مردم میگید نرید، پس کار آخونده رو راحت تر میکنید وقتی میگید نرید. آره. طرف موند و گفت نه، پس شما هم جمهوری اسلامی هستی. گفتیم باشه. شما اشاره کردید که اینا بعضی هاشون میگن از ترس شناسنامه. باور میکنید که آقای رضا پهلوی هم گفته اینها رفتن که شناسنامه هاشون مر بخوره؟ حالا ببینید، خود رضا پهلوی با نادانی که از موقعیت ایران داره میاد برعکس تلویزیون ال ای صحبت میکنه. یعنی تلویزیون ال ای میگه کسی نرفته، رضا پهلوی میگه اینا رفتن به خاطر مهر شناسنامه شون. کلش خرابه. بله. آخرین قسمت شما یه مقداری در رابطه با خانم حاله کم لطفی کردید. من 2 بار با ایشون مصاحبه کردم. خانم حاله به غیر از این که روی صحنه یه چیزی میگه، بعد پشت صحنه هر کاری دلش میخواد با هر کی انجام میده، ایشون سالها پیش انقدر فکر میکرد پیشرفته هست که هم رو صحنه هم فیلمهای سینمایی، دوستان برید بزنید حاله و میری، ببینید اینا دوتا لخت چجوری تو آب تو فیلمایی که کارگر بیچاره میره. اما اجازه بفرمایید این غیبت ها رو نکنیم. نه دیگه، من حقیقت رو دارم میگم، حقیقت رو دارم میگم آقا. در صورت بفرمایید خانم حاله خیلی پیشرفته است، برای ایشون پیش یا پشت صحنه هیچ فرقی نمیکنه. بفرمایید. ولی خب منم نمیخوام در حال تعریض میکنم از اینا. اگر من پیشنهاد میدم که این ایشون خب بامون آقای اردم بودتون و ترکا خوبه مزدوج بشه با همه مسائل خاتمه بده، بگذاریم. بله. من چی میفرمایید؟
دوستان عزیز بیننده، حالا میبینید که اون حلقه معاقده، یعنی اون چیزی که ما سعی کردیم این تلویزیون رو پیدا کنیم چیه؟ میبینید که این آقای سوروی کسی نیستش که بگم حرف یک کسی رو بخواد به زبانم لال خدای نخواسته به چاخان به نمیدونم مداهنه بخواد یک کسی تایید بکنه. ما داریم صحبت میکنیم چون خدایا تو شاهدی، کلام توست که به زبان ما میشینه. ما خلافی نمیگیم، ایشون هم میبینی دگری داره تایید میکنه، تازه تکمیل میکنه نه تایید میکنه. کاملا درست میفرمی، من قبول دارم این افراد بی اطلاع سیاسی، افراد سطحی کاندید شده بود ترامپ، میگفتن دیگه دنیا عوض شد، وقت فروریزی رسید، آمد انتخاب شد، گفتن دیگه حتما حتما فروریخ، هی آمدن جلسه گذاشتن، هی آمدن فلاش کردن، هی آقا آمد پاپیون زد و نمیدونم نیمبر نشست و نتاقی کرد، همون رضای عرضم بزرگتون که دیبازاده، دیگران هم چسبیده بودن که دیگه تمام شد، آقا همه چیز تمام شد، دیگه ریخت این حکومت. میره یک مسافرت میکند این مرد بنده خدای عرض کنم خودش وامنده و گرفتار در مسائل که به قول همه قبل از اینی که بخوان به خودش نگاه کنن دارن به همراهانش تماشا میکنند و ایزی میکنن، خدای توبه چی نکنیم. خب این باز میگن تموم شد، دیگر رفت این آقا به اونجا قرار داده و دیگه ایران تمام شد. نه آقا جون، نکنید. دوستانه برادرانه میگم خجالت بکشید، دیگر نگذارید حرفاتون توهی در بیاد از جریان. نادر نادرپور هم میگفت آقا نمیدونم دو سال دیگه اینا میرن، بختیار که اصلا میگفت آقا چه میدوناتونو وا نکنین، توجه داشته باشین. مردم ایران با توجه به فرهنگشون، با توجه به دینشون، با توجه به اعتقاداتشون که 99% خانواده های خود شما افراد بی‌شرم دارای این خصوصیت ها هستند، آزادی رو در قالب فرهنگ خودشون پذیرایند. کما اینکه میبینید خب آزادم هستن، مثالی نیست. مطبوعات آزاد؟ کدام مطبوعات؟ تمام مطبوعات خارج اینا شانتاژرن، شانتاژ میکنن اینها. مطبوعات آنی بود که فرخی یزدی و عشقی مینوشن که دهانشو دوختن تو زیر زمین، اون باید آزاد میبود، نه این روزنامه هایی که شما نگاه میکنید، روزنامه های خارجی تمام افرادشون بزرگترین سرمایه داران جهان هستن و فقط اینها شانتاژ میکنن، یعنی تهدید میکنن و پول درو میکنن. ما هرگز این مطبوعات رو نمیخوایم آزاد باشه، مطبوعاتی هم که صادقانه مسئله بنویسن، برید بخوانید ببینید هزار برابر شما اینا انتقاد میکنن، خلاف آزاد دارن منتشر میشن. این رو خواستم به افرادی بگویم که به هر حال فحاشی میکنن، به افرادی که رأی میدن، به افرادی که اعتقاد دارن به مملکتون، به افرادی که اعتقاد دارن به عرض کنم راه و روش مردمشون، تصمیم میگیرن انجام میدن طبق قوانین، هم هر کسی هر نهادی کار خودش میکنه، میگن آقا این مقام این اختیارات رو داره، اون مقام اون اختیارات رو داره، هر کس هم کارش میکنه تا کور شود هران که نچباند. خب زمنان یک آیی بود دیروز بودش، نمیدونم کی بود، حضرت عالی آورده بودیم پری روز، آقای شهافر، بله آقای جاوید شهافر. خب و همدلله گفت تا سیهروی شد هر که درو قش باشد، خودش اینقدر کم آورد، بعدی حضرت عالی زیبا مسائل مطرح کردیم که ایشون یا میخندید مثل افراد عرضم بزرگ و مسکر خورده، یا بنده خدا نمیتونی چه جواب بدهد. ویلو للمکذبین، وای بر اینهایی که دروغگویی میکنن. شما میفرمودید که به شما گفته من روز بعدش رفتم، در حال که بعد میگفت رفتم اونجا بوده، درست میگم آقای آنها؟ درست میگم، نوشته ها رو نشون دادم. آقای افشارها شما راجع به دیروز بگید که شما از سفر که برگشتید برای من نوشتید، من در عرض چند دقیقه بهتون جواب دادم و این بلا فاصله با این آقا ایمیل منو داره، شما لطف کردین ایمیل منو داشته، تلفن منو داشته،
اینجوری که ایشون میگفته فکر کرده من راننده، ببخشید اینو میگم، فکر کرده من راننده باباشم که وقتی ایشون میاد اینجا من برم در فرودگاه و این خبر نداره من ماشین خودم رو نمیبرم واشنگتن، میریم مترو ماشین رو پارک میکنیم با مترو میریم واشنگتن برمیگردیم میای تازه کیف و سپایه و دوربینم میکشیم رو کولمون. حالا ایشون انتظار داشته من برم وایسم که ایشون توی این کنگره کذایی وایسه، هر وقت اومد بیرون ماشین حاضر باشه ببرم شهر رو نشونش بدم. نه آقا، نه آقا، اون کار کار آقای فخرآوره، اون پا انداختن و جا انداختن کار آقای فخرآوره، امیدوارم به خوبی انجام داده باشه برای ایشون. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس حضرت عالی در این مورد دانشمند کار میتونین باشین، چرا اینطورن، چرا دروغ میگید آقای شهاب‌تر؟ من کار ندارم که شما اصلا نه وکیلی برادر من، نه تحصیلاتی، نه مسئله ای پدر بزرگ خودتو میگی بدکاره بوده، خودت رو پروندت آقای مصطفی زاده خیلی بهتر از دیگران میداند و میدانیم، چرا دروغ علن میگید آقا؟ شما یک روزه میگی اینجا رفتم بعد کاشف به من به خول قدیمی ها که یک هفته اینجا بودی، آخر از این دروغ چه خیلی میبینی؟ از همه اینها بدتر، خاک عالم بر دهانت باد ای مرد مسلم، راوی اون حرف غلطی که شما در آخر صحبتت گفتی که رسول الله صلوات الله علیه کارخانه یتیم سازی داشته، ای بیره، ای بیمروت، ای کسی که من نمیدونم واقعا چی شما تو رو خطابت بکنم، کو آن حدیث، کو آن روایت، کو اون نقلیتی که این حرف رو گفته باشه؟ عمه جانتون به شما نقل کردم که صبح به صبح رسول الله میرفتن پدرها رو میکشتن و چای یتیم رو جمع میکردن دور خودشون؟ خدا شاهد آقای سربی عزیز، من مکرر در همه جلساتم دارم میگم که واقعا به قول آن شعر که میگفت من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوشه ای عرض کنم پنهان، پیر پرسید کیست این، گفتن عاشق بیقرار و سرگردان، گفت جامی دهیدش از می ناب گرچه ناخونده باشد این مهمان، ساقی آتش پرست آتش رو ریخ در ساغر آتش سوزان، چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش، این سخن می شنیدم از همه اعضا که یکی هست به هیچ نیست جدو وحده لا اله الا هو، خجالت بکش آقا، ما را از مسلمان و از توی غرب بودن خودمون خجالت زده تر نکنید، می خندن بریش این غربی ها، این ایرانی های خارج بی مروت در داخل ایران، اینها چه مزخرفاتی شما سرهن میکنی؟ کدام مسلمانی به پای ارزم بود و حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت حضرات مقدسه دیگر دروغ میبندن که شما فرد خبیث، خبیث چی آقا؟ احفظ اون حرف در آخر صحبت خیالت میرسه بهت میگن عجب مرد دانشمندیه، به والله همان کافر حربی هم میگه تکو بر توی بزرگارا تکو، خجالت به تشاقا، چرا دروغ سرهم میکنی؟ خاطرتون هست آقای سربی شما در صحبت با شما چه گفتنیشون؟ بله بله، در آخر اون چه حرفی زد؟ من به عنوان یک فرد، یک شخص، این فرد محاکمه لفظی میکنم. اصلا شما ربط اونو به برنامه من بگید چی بوده؟ ما از ایشون دعوت کردیم، آمده در یک سالن شرکت کرده، قرار بوده بعد از اون بیاد اینجا، آقای ننگاور بهش گفته نرو پهلو سربی، چون سربی دست دروغگوها رو باز میکنه. بله. ایشون یک هفته اینجا مونده، به دروغ برای من نوشته من برگشتم سیدنی، حالا که آمده من دارم براش صحبت میکنم، به قول شما وقتی گیر افتاده یا لبخند میزنه که مردم گفتن، حالا شما گفتید شادم مست بوده نمیدونم، مردم گفتن این خواب هنوز، این چرا اینجوری جواب میده. بعد در صورت من میدونم که این مشکلات بیشترش اینایی هم که میگن ما شاه اللهی نیستیم، طرفدار پادشاهی هستیم، و آقا شما شاه اللهی هستی که تو اگه چجوری شما میتونید مصدق و یه آدم قلدر و دیکتاتور توی صف توی خط قرار بدی بعدم بیای بگی من ارادت دارم با آقای مصدق؟ بله بفرمایید. آقای سربی عزیز، بله بله، من موندم واقعا، یکی از دوستان میگفت یک شخصی هست به نام آقای محمد رضا سیف قاجار، همچی چیزی، نبیره احمد شاه قاجاره،
که چه کمالات و چه تحصیلات و چندین زبان و چه زندگی داره در سفاره اروپایی. ایشون نگاه اصلا گفته من میخوام برم و با این به اصطلاح آقا رضا یا رضای دیبازاده مثل که قدیمی ها سلاطین با هم جنگ کردن من بی جنگ کنم، بگم پدر بزرگ تو پدر بزرگ بنده رو نمیدونم اینطوری کرد، حالا ما یالا جنگ میکنیم و در سر این مسائل با شما صحبت میکنیم. جالبه فهم. من نشنیده بودم تا حالا اسم ایشون رو. حالا بنده بگم. خب منم همینطور شنیدن دیگه. بله میگن یوغالو. یوغالو یعنی گفته شده. بله بنده هم چی نداره. بله اینا آقا همین طرف دنیا شاه با هم به جنگل شاه پرستا عشق کنن. گفتیم حالا ما به اون آقا اقلا از ایشون خواستم که اگر مشخصاتی داره بده ببخشید. به شما زنگ میزنم قربان. الو ببخشید ممکنه همون آقای مصطفی زاده، من برای ایشون نوشتم با شماره تلفن ما تماس بگیرن. دلیلش اینه که ایشون ایشون از ایران. آها ببخشید. پس آقای مصطفی زاده نوشتن که با سلام خدمت شما و آقای افشارها، سرور جان من بیننده برنامه شما و آقای افشارها هستم، اگر فرمایشی هست بفرمایید تا من از طریق اسکایپ در خدمت باشم. برای ایشون نوشتم چون از قبل هماهنگ نکردیم و یه بارم این اشکال پیش اومد، میترسم با وضع شدن این یکی قطع بشه، براشون گفتم لطف کنن پیغام بدن. حالا دیگه ان شاء الله فرصتی باشه به هر حال ما از این فرهیخته استفاده خواهیم کرد، هر کدومشون در مجرای مصادیق و ماشاءالله اطلاعات خودشون. از جناب دکتر نصر احمدی عزیز که اون هم پایه‌گذار، عرض کنم که عالم علم قانون اساسی حرف است، بپرسین که آقا اصلا ما اپوزیسیون داریم، یعنی اپوزیسیون داریم مثلا در خارج؟ بی جهت نیست ما میگیم اپوزیسیون، میگیم ورشکستگان به تقصیر سیاسی. بی جهت نیست ما میگیم عربده کشان سیاسی، مثل اون هر طعمه اینایی که دارن صحبت میکنن اسمشون نمیذارن نمیدونم مخالفت با حکومت و تقصیر دارن به یک مملکت دیگه میدن، زندگی رو 40 ساله دارن در جای دیگه میکنن، غلط زیادی برای ایرانی میکنن. اقلا استغفار بکنید از بودن اینجاتون، لااقل همونقدر شرمی که بنده و 4 نفر دیگه داریم داشته باشیم، میگیم خدایا ما رو نجات بده، گرفتار شدیم. حالا دلایل گرفتاری چیه؟ این دیگه میشه مسائل شخصی. لااقل اظهار میکنیم، به قول مونتسکیو میگه اقرار به گناه بار گناه رو نیمه میکنه. شمایی که تا منخرینیتون در این فرهنگ و در این مملکت غرق شدید، به شما چه مربوط که اون مملکت چی شه؟ بپرسید آقای دکتر نصر احمدی اگر هستن، اگر زحمتتونید با تلفنی الان سوال بکنید یک کلمه آقای سربی عزیز، بگین آقا افشار میپرسن ما اصلا اپوزیسیون بر طبق تعریف و پوچو اینا اصلا معنی اپوزیسیون که نمیدونن تمامی افرادی که اینجا ورور و عرعر و زرزر میکنن. اگر این حرفا قدری بیادبیست خدای ما رو ببخش. توجه داشته باشین آقای سربی جان، الان بگیرید که آقای نصر احمدی رو بگیرید به یک کلمه سوال کنید آقا ما اصلا اپوزیسیون داریم در خارج کشور، اگر زحمتتون نیست. الان امکانش نیست، ولی قبلا ایشون تو برنامه‌ها گفتن، توضیح هم دادن که نه خیر نداریم و این کلمه کمپوزیسیون هم از همینجا میاد، چون هر کسی که کمپوز در میکنه یعنی تظاهر به چیزی که نیست. این خدا عمرتون بده، خدا پدرتو بیامرزه انشالله این شبا و روزهای عزیز. تموم شده رفت آقا. همه یک مش عذر میخوام آقای سربی عزیز، دهان پاره فحاش انگ و منگی تریاتی میاد یارو فیلسوف میشه با فیلسوف در میفته، تاریخدان میشه با تاریخدونا در میفته. اگر بحث نمیدونم که آقا شما هم ماشالله ماشالله شنیدن تار خوبی میزنی، آقای مشیری تارتو بزن برادر من سرتو بند کن، منم وقتی خیلی عقدن اون بالا میاد یک تلویون یک ویلانی میزنی کمی دست من میره به کمانچه، آخه سرتو جور دیگه بند کن برادر من. چیه شما اسماتونی میذارین اپوزیسیون و کمپوزیسیون و هر چی میتوانی فوش میدی؟ شیخ کیه؟ آخوند کیه؟ آخوندر چه به این حرفا؟ آخوند آنی است که اطلاعاتش از صندوقخونه های داخل منزل شما از پدرتون بیشتر بود. تا زمانی هم که تو قبر میگذاشتن میومدن، از زمان عروسی شیخ بود و هست تا زمانی که میکردن تو قبر و میکنن در قبر.
آخوند آن است. حالا شما چه سر جنگی دارید؟ خیالشون میرسه با لفظ محقر که یک حرفی رو بزنن یک کسی کوچیک میشه، یک چیزی زیاد میشه. مکرر به شما عرض کردم آقای سربی عزیز، یک روزی به یکی از دوستانی که در سطوح فوق‌العاده بالای سیاسی در این کشور امریکا و کانادا هستش گفتم خوب هستش که یک شیخ شناسی، قاه قاه خندید، گفت سالهاست گذاشتن. برید آقا قدری مطالعه کنید، اینقدر تهمت نزنید. مردم از ترس میان رأی میدن که چه ترسی؟ آقای میم حسایی که در روی ویلچر میشینه این چه ترسی از کسی داره؟ خانه خراب. آقای فرخ نگهداری که عمرشو در مبارزه گذاشته، کار ندارم درست و غلط هرچی بوده چون من فهمشو ندارم به کاریشون، این چه ترسی میخواد داشته باشه؟ بنده حقیر فقیر سراپا تقصیر ناچیز چه ترسی از کسی میخوام داشته باشم آقا که بخوام بگم خرجم میکنم میرم یه جایش رای میدم برمیگردم؟ خب شما هم نمیخوای به دین ندیم، کسی به شما حرف میدنه؟ لکم دین کن ولی و دین، تو به دین خود ما به مطلب خودمون. در ابتدای صحبتم هم همیشه میگم با هر دین مذهب آیین و روشی که دارید، فقط معتقد باشید به یک خالق، معتقد باشید به یک کسی که شما رو دم به دم داره میپایه. گمانتون نرسه که انسان همینطوری درست شده و مثل اون خل دیونهایی که میگن همینطور آمده بعدم همینطور میریم. هیچ چیزی در دنیا نبوده که همینطور بعد همینطور بره. درباره انسان اشرف مخلوقات این اردم وجود اتهام رو میزنن. کی؟ گویندش مهدی دیوونه توی اون عرض کنم دیوونه خونه آریایی. حالا هستن یا بسته شد؟ ما همینطور هم دیم همینطور هم میریم. میگم حالا هستن یا بسته شد؟ چون نه بابا بیچاره اون به حساب شاخشون شکست دیگه، این منش امین رفت، این هم به گریزاری افتادن. حالا گفتن دیگه حاله باحال، ایشون هم میگوید بیم پول بدیم از گناهتن توبه کنیم به همین عنوانهای سربی. میگه گناه کردی رای دادیم بیم پول بدیم به ما تا این مرکز بمانه. مردم هم که میدونم بابا که با این پولا که این مراکز نمیمونه که سیستم کلیسا ها... سیستم کلیسا ها رو میخوان را بندازن. هر گناهی میخوای بکنی بکن، سر به ما رو بیار بده. بله ولی خب سگ کلیسا هم نمیشن بابا. کلیسا هم تقدس هست. این بیچاره بدبخت حالشون اینطور. به هر حال اینا هم مزه دیگه، هر چیز یک مزه میخواهد. مشروب یک مزه داره، جامعه هم یک مزه داره، اینا مزه هاشن میگه. این فخرآور رو نمیدونه و سالو اینا میان همش نسخه میدن. سرنگون کنیم، چپه کنیم، جرأت دارین، ارزه دارین، 500 نفر جمع کنیم، 5000 نفر جمع کنیم تا من همزمان یک کلبه رو بگم آقا در یک جای دوربین بندازیم بالاش 10000 نفر رو جمع کنه و بعد خجالت بکشید راتونو بکشید برید. آقا 80% سیاست میگن اوراتوریه، سخنوریه، قدرت تجمیعه. ندارید برید تای کارتون. 40 ساله هر کنم رضای دیبازاده داره برمیداره میگه آقا جمع بشین، اجتماع کنین، تجمیع بشین، اتحاد کنین. جلسه میگرن 200 نفر جمع نمیشن، اسمشون هم میذارن سیاست مدار، چی؟ فعال سیاسی، اپوزیسیون و کمپوزیسیون، از چرت و پرتایی که سر هم میکنن، کنشگر سیاسی بره. کنشگر. در نهایت جناب آقای سربی فرضتون برسونم بیش از 45 میلیون مردم شرکت کردن، یعنی با بالاترین ضریب شرکت کنندگان از عده افرادی که واجد شرط رای دادن هستن، از همه کشورهای دنیا بالاتر، از همه کشورهای دنیا ضریبش بالاتر رای دادن. و آقای روحانی هم آمد و این هم اتفاقا خیلی از افراد مایل بودن که ایشان بیاید، ولی برای این که افراد ساده لوحی مثل بنده و این کمپوزیسیون های سطحی نگر بدبخت رو یک کمی از کنم بازشون بدن بیشتر بخندن خودشون، چراغ راهنمای دست راست میدارن به چپ میپیچن بگن آقا ما میخواییم رئیسی باشه، اون در میاد. برحال بنده هم تبریک میگم به مردم ایران، امیدوار هستم که انشالله شر و بلایا و مصیبت ها از کشور عزیزمون دور بشود. مردم قدری به دیده به اصطلاح خوشبینانه تری به مملکت خودشون نگاه بکنن.
ما هم والله شهد الله سر جنگ و دعوا با کسی نداریم. آقای سربی جان اگر بسیار مینالیم برای این هست که نمیخوایم بیش از آنی که دارن مسخره میکنن ایرانی های خارج نشین رو مورد تمسخر واقع بشیم. فقط دلیل اینه. اگر نه کسی نمیخوایم کسی رو رهبری کنیم، نمیخوایم کسی راهنمایی کنه، کسی میخوایم روشن کنیم، میگیم آقا لااقل کمی زیپ دهان فوش ندیم، حرف بد نزنیم. خب هرچه هم که دلمون میخواهد و دلتان میخواهد عرعر سیاسی بکنید، چون جاتان عرعرستانه، میگن آقا هرچی میخواین حرف بزنید، عمل لاولا مطلقا هرچی میخواین بزنید بزنید، دمشو دارم شما بزنید دیگه. این تقاضای جزئی و کوچک رو من از خانم ها و آقایونی که ادعای صحبت های سیاسی دارن و خودشون رو عرض کنم که نخودی در این آشه بی نمک کردن داریم و امیدوار هستیم مورد اجابت واقع بشه. جناب آقای سربی، بنده البته یک مسئله گفتم در اون ابتدا درباره اون مسئله، اگر حضرت عالی صحبتی برای راهنمایی بنده دارید بفرمایید، اگر نه سکوت شما را حمله بر تصدیق شما خواهم کرد. نه من حرفی ندارم و اتفاقا اون چیزی که گفتید حالا باید دربارش فکر کنم، بعد ببینم به اصطلاح چجوری اون ماجرای عمل و صحبت و اینا، چون مثل که ما دوتا رو ترکیب کرده بودیم. حالا وقتی شما گفتید بعد من دیدم که صحبت رو عرض کنم که بصیرت و بینایی و فعلیت رو اگر مجزا بگیرید میبینید آن شعار زیبای مردم گفته خدا گفته سعدی گفته، ملاحظه خواهید کرد که کاملا درست هستش و هر کسی باید هر چیزی را بشنود و بعد در کارگاه عقل و عقلانیتش که انشاءالله خدا به اندازه کافی بهش عطا کرده ببره و ببینه حرف خوب رو به کار بگیره، حرف بد رو هم دور بندازه پیش صاحبش. ما از قرآن برگزیده مغز را پوست را نزد خسان انداخت یا سگان انداخت، حرف خوب رو بگیرن مغزش رو، حرف بد هم پوستش رو بندازن اون طرف، کاری نداشته باشن. به هر حال بنده از این برنامه هایی که هست انتظار دارن دوستان اگر صحبتی میشنون، مسئله‌ای میبینن، از راه نمایی دریغ نکنن، خیالشان نرسد که اگر به برنامه های سربی، به برنامه های افرادی که انجام میدن توجهی نکنن شعنی میگیرن، یا مثلا میگن اگر اسمی ببریم ممکن هستش تشویقی باشد، تبلیغی باشد، نه که از راه نمایی ما را در حال محروم نکنن. آقای سربی جان صحبت دیگری باید داشته باشیم یا که خیر دیگه تمام کنیم؟ شما وقت دارید، هنوز 6-7 دقیقه وقت دارید، ولی اگر به اصطلاح صحبتاتون کردیم میتونم من این تماس بگیرم با آقای مصطفی زاده، شاید ایشون بخواد صحبتی کنه. هر جور که ایشون اگر لطف فرمایید. بله برای که به هر حال مسئله نیست، ایشون هم مکمل مکمل از فرمایشاتشون، چه ایشون چه آقای نصر احمدی چه آقای اون عرض کنم که مشتهدی، خیلی از آقایون هستن در مجموع. بله اگر تماس میتونید بگیرید بگیرید، 5-6 دقیقه ما مستفید بشیم از فرمایشات ایشون. بله بذارید من ببینم که چون ما هم بی جهت نمیدونیم که ارزم به حضورتون که آقا رضای دیبازاده کاری نداره با من آقای مصطفی زاده نمیدونم با چه اسمی اینجا دارم و حالا اونم نباشه نداره، با هم تلفن هم که بگیرید به حال نه تلفن الان اینجا ندارم، اگه از قبل گفته بودید به اصطلاح من تلفنشونو دارم اگر رو میستون هست نه بدم. نه تلفنشونو دارم، تلفنی که بس کنم ندارم، تلفن نداریم. بله بدیم با همین خاطر به ایشون گفتم حالا ان شاء الله یه وقت دیگه، چون الان اینجا هم اسمشونه که میزنم. آقای مصطفی زاده بعضی وقتا از دست دوستان اصلا اسمش و اینها رو هر داره بسیار بهش مراجعه میکنن. بله فیسبوک برداشته سرششون. بله الان نه اپوزیشن تیوی رو من میبینم نه آقای مصطفی زاده، در اصل من بهشون گفتم اگه لطف کنن پیام بذارن چند دقیقه از وقت شما رو به اصطلاح میگیریم پیام ایشون رو کار بنده تقدیمشون میکنم. بله بله بذارید حالا یه وقت دیگه اینا رو اگه بشه. بله خانم آقایان خاطرشون باشه در مجموع اینقدر اینه که نمیدونم آقای تراب نشست با کیک صحبت کرد، با نتانیاهو صحبت کرد، نشست و یکی با او یکی صحبت کرد، آی پس یالا جمشین آی مردم ریخ پاشید تموم شد، فاتحه بیاید برید بابا ول کنید، خودتون بیشتر از این خجالت زده نکنید با این به اصطلاح تفاسیر پوشالی
عرض کنم که بی ربطتون. تفسیرهای آبکی. تفسیرهای آبکی. بله بسیار ممنونم از شما. خواهش میکنم. خب شما پس فرمودید در مورد اون جریان ما فعلا واگذار کردیم به این که حضرت عالی تفکری بفرمایید. اگر ایرادی نه نمیگم ایرادی ره نمودی داشتید شما به بنده بفرمایید برای هر قضیتی که بود. بسیار ممنونم. انشاءالله امیدوار هستم همه در کارهای خیرشون موفق باشن، به کارهای خیر بپردازن و کینه ای از کنم دلخوری از گویندگان به دل نگیرن. اجازه بدن ما هم حرفمونه بزنیم، اونا هم حرفشونه بدون فحش بزنن، هر کس هر حرفی دارد و از راهنمایی هم مزایقه نفرماین. و سلام علی من اتبع الهدى. انشاءالله که همه خوب و خوش و شادمان باشن. ممنونم از شما. آخر هفته خوب براتون آرزو میکنم. خیلی متشکرم آقای سروی. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. دو سه نفر که روی فیسبوک من قبلا هم تو برنامه خودم بهشون گفتودم فیسبوک 100% مال شما نیست که هر جمله‌ای که من میگم یا مهمون برنامه میگم میگن شما بیاین اینجوری ببخشید ما آب پاشیدیم و جارو کردیم و چای درست کردیم شما بیاید دو تا چای بخورید چهار تا فلاکس هم پر کنی برای راه ببری، اینجوری نیست. و من اینا رو بلاک کردم. اونایی که بلاک شدید نمیدونم هنوزم میتونید ببینید برنامه رو یا نه، با ایمیل تماس بگیرید. اگر انسانهای شریفی هستی، بارها بهتون گفتم این آقای افشارها از من مسنترن، احتمالا از شما هم مسنترن، ولی دل جرأت شهامت داره میاد با اسم خودش با قیافه خودش میگه من کانادا هستم، جامم اینجاست، فکرم اینه. ولی شماها یه مش قایم شدید یا پشت عکس شیر تخت جمشید که نشون میده یک موشی هستی در زیر اون شیر، یا عکس بلبل و قناری و توتی و یا عکس نمیدونم پرچم کاوه آهنگر، میگم آخه بیچاره اصلا کاوه وجود نداشته، کاوه داستانه، پرچم نمیدونم چرمی وجود نداشته. چی دارید میگید؟ اگه اون وجود داشته پس چرا این پادشاه ها اومدن این پرچم ها رو چپوندن به شما؟ یه مشکل آدم گیج کم سواد نادان فقط منتظر یه جایی هستید، ببخشید بی خود نیست آقای افشارا بهتون میگه ار میکنید، منتظر یه جای فضای بازی هستید بیان ار کنید. حالا این تلویزیون مردم هم با 13000 تا نمیدونم رو فیسبوک و نمیدونم چند هزار تا رو خود تلویزیون، شما براتون این شده یک جایی بیان ار کنید. من جلو ارتون رو میگیرم مگر اینکه خودتون بیان قشنگ مثل یک انسان شریف معرفی کنید، بگید اینجایی که آقای افشارها میگه با ایش من مخالفم. ببینید این آقای جاوید شافعی با من دوست بود و من گفتم ای یک آدم طرفدار پادشاهی پیدا شد که میشه بهش اطمینان کرد. میگن با دوستات هم سفر شو یا هم سفره شو تا بشناسیش. ایشون درسته با من هم سفر نشد، ولی همین که اومد واشنگتن خودشو به من نشون داد که این یه آدم دروغگویی هست. دو سه بار هم قبلن دروغهایی گفته بود، من هی به رور خودم نیاوردم، گفتم اختلاف ساعت ایشون 2 صبح نمیدونم ما اینجا 4 عصریم فلان بیسار اینا، ولی این بار دیگه دروغشو به شما ثابت کردم. در صورت از آقای افشارها ممنون متشکرم، با امید اینکه هفته های آینده با آقای افشارها باشیم از کانادا. روز روزگار بر شما دوستان خوش. میریم به ایران با آقای حسن ارشاد 132مین برنامه. ببینید این جوان آقای ارشاد درس قضاوت خونده ولی اونجا داره کتاب فروشی میکنه و مغازه داره با بچه هاش و نوه و اینا، میاد میشینه از کتاب بهاییت ایراداشونو میگیره. امروز بحثی که ایشون میکنن بحث طرد فضل الله مهتری ملقب به صبحی توسط شوقی به جرم سوال کردن. دوستان دین بهاییت که اینقدر تبلیغ میکنه اگه شما سوال کنید تردت میکنن، وقتی هم ترد میکنن میگن حق نداره فامیلت با شما صحبت کنه. آقای افشارا ممنونم، خدا نگهدارتون، آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا خدا. خب دوستان عزیز منم از شما خداحافظی میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید. دوشنبه برنامه نیست چون در آمریکا روز گرامی داشت اونهایی هست که برای مملکت زحمت کشیدن. البته ببخشید همش تبدیل شده به آگهی دوشک و آگهی ماشین و اینها و میرن کنار دریا. ما فقیه بیچاره که پول نداریم بریم کنار دریا همینجا هستیم کارامون رو ردیف میکنیم. فردا با آقای غلام ترشیزی صحبتی خواهم داشت
که اون رو به صورت زنده ساعت 10 صبح پخش میکنم، دوشنبه هم به عنوان برنامه روز دوشنبه براتون باز پخش میکنم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش.